کتاب های صوتی این مجموعه اختصاصا برای کانال شبنشینی هالو تهیه شده است به شبنشینی هالو خوش آمدی که نقل مجلس آن قصه های شیرین است خاطرات حاج سیاه بخش چهل و واقعی ناچاری از تقاضای حمایت از سفارت آمریکا. چون طبیعت آجز کش اکثر ایرانیان را می و ایال و کسانم در محلات منتظر و در زیر شکنجه شماتت و اذیت بودند عجله داشتم ایشان را آسوده کنم بعد از خلاصی به فوریت کاغذی نوشتم و پسرانم را با برادر و کسان دیگر که به تهران آمده بودم روانه محلات کردم و چون مار در از ریسمان ابلغ می ترسد باز اطمینان نداشتم که کین ورزی نکرده مرا دنبال نکنم. لذا هم با پست نوشتم و هم به اخوی و کسانم سپردم که به محض ورود تذکری که از دولت اتازونی آمریکا برای سفر به ژاپن و چین داشتم و در خانه بود بفرستند توی پرانتز توضیح که وقت که سیاحت آمریکا را کردم مصمم شدم که به چین هم رفته سیاحت آنجا را هم بکنم از ترتیب رفتن به چین تحقیق کردم معلوم شد هر کس که در پکن پایتخت چین از دولت مطبوعه خود وزیر مختار دارد از طرف دولت خود یا یکی از وزراء مختار که در یکی از پایتختها دارند سفارشی و معرفی به وزیر مختار آن دولت که در پکن است میفرستد یعنی تذکره طبعیت و معرفی را به او میفرستد او تصریح کرده از دولت چین تذکره مرور صادر میکند تا از سرحد چین عبورش میدهند دولت ایران در چین وزیر مختار نداشت بنابراین نمی توانستم به هیچ وجه چین و ژاپن را سیاحت کنم پس با زحمت بسیار در آن تاریخ که 18 سال پیش از این است فقط برای سیاحت ژاپن و چین تقاضای تذکره آمریکایی کرده و به واسطه خدماتی که در آمریکا کرده بودم که به تفصیل در سیاحتنامه خارجه ام نوشتم به مساعدت بعضی دوستان تذکره ای و سفارشی به وزیر مختار چین گرفته بودم تا موفق به سیاحت آنجا شدم آن تذکره را برای یادگار نگه داشته بودم در این مدت حبس و فشار و اذیت محض اینکه حق ایرانی بودن خود را ادا کرده به روی دولت مطبوع چنگ نزده از قومیت خود تبری نکنم همه صدمات را قبول کرده و اظهار وجود چنین مطلبی نکردم و رجوع به وزیر مختار آمریکا ننمودم. علامات و نشانها و جای این تذکره را نوشته و به اخوی و بچه ها هم درست خاطر نشان کرده تأکید کردم که آن را برای من به تهران بفرستند. ایشان آن را با پست فرستادن خاطر جمع شدم. چون احتیاط کردم باز مبادا اسباب چینی کنند و این کاغذ به دست کسی بیفتد و هم از بابت اینکه اطمینان پیدا کنم که سفارت آمریکا با من چگونه رفتار می کند آن تذکره را بردم به سفارت آمریکا وزیر مختار مستر اسپری مسافرت به آمریکا کرده بود نایب او مسیو تایلر حاضر بود به او ارائه کرده و آن را امانت سپرده قبض گرفتم گاهی به خانه امین و سلطان می رفتم و گاهی مسیو تایلر را می دیدم. او گفت این روزها وزیر مختار وارد می شود. پس از چند روز از طرف دولت کسی به استقبال و پذیرایی او تا انزلی رفته مسیو تایلر هم دو روز قبل از ورود او استقبال کرده وزیر مختار وارد گردید من هم رفته دیدن کردم شخص معدب و خوش اخلاقی به نظرم آمد اظهار مهربانی کرد مسیو تایلر شرح حال و سفرهای مرا برای او گفته در آخر رفتار دولت را با من و حبس و عذیت را که دیده بودم بیان کرده او بسیار حیران و متاسف شده از صبر و اظهار نکردنم تعجب کرده خوشش آمد از خانه نوشته بودند که بعضی اشخاص به ما پیچیدگی کرده اذیت می کنن. هفته دیگر نوشته بودند که 160 تومان که اعتزاد و سلطنه از 600 تومان که شاه حکم کرده بود برای من برقرار کنند همانقدر از محلات از مالیات علاقه به عنوان تخفیف برقرار کرده بودند میرزا جعفر مستوفی حبس مرا مثل وفاتم محسوب کرده و برای کس دیگر همان وجه را مقرر داشته از این جهت معمور سخت به در خانه ما گذاشته حتی کی کرده گرفتند من هم گاهی که به نزد امین و می رفتم دیدم عالم او با من عالم بی و بی محبتی است از هر طرف کار را به من تهم کردند. خصوصا این حتاکی و گرفتن 160 تومان از خانه من بسیار برای من ناگوار بود از هر طرف معیوس شده خواستم به وزیر مختار آمریکا اظهار کنم باز غیرت و وطن پرستی مانعم شد و به هیچ کس نمی توانستم اظهار حال کنم زیرا در ایران مظلوم بودن سبب وحن و خاری و ظالم بودن سبب افتخار و سربلندی است سابقا با مجد و دوله آشنایی داشتم روزی به نزد او رفتم بسیار اظهار مهربانی و محبت نموده گفت ابدا آرام دوستی من تغییر نکرده چرا پس از خلاصی از منزل خودتان به من خبر نفرستادید و به منزل من نیامدید الان هر کار داشته باشید من حاضرم انجام دهم گفتم سابقا اگر مطلبی داشتم به مرحوم میرزا هدایت الله وزیر رجوع می کردم و او انجام می داد. حالا به شما زحمت می دهم. پس قضیه 160 تومان تخفیف و مأمور به در خانه من گذاشتم و با توهین گرفتن را گفتم. او گفت به صدر ازم می نویسم. پس نوشت به صدر اعظم حقوقی که برای سیاه از طرف دولت مقرر شده و دولت قطع نکرده میرزا جعفر مصطفی در حق دیگری مقرر کرده جهت ندارد حکم بفرمایید به هر کس داده اند برگردانده برای خود سیاه برقرار دارند صدر اعظم هم به میرزا حسین وزیر دفتر نوشت که مستمردی ها سیاه قطع نشده باید به خودش آید شود وزیر دفتر هم به میرزا جعفر نوشت حقوق حاجی سیاه را به دیگری دادن جهت ندارد البته در دفتر به اسم او ثبت کرده و برسانید میرزا جعفر جواب نوشت تحقیق نموده عرض می کنم پس محل مواجب را از کتابچه محلات خارج نموده در کتابچه عراق نوشته به وزیر دفتر نوشت که در کتابچه محلات چنین چیزی نیست این وزیر دفتر هم با میرزا جعفر شریک بودند مهرمانه به صدر اعظم نوشت حاجی یا تخفیفی داشته بعضی از شاه دست خط گرفته بردند اگر در حق او مرحمت میفرمایید از غیر این محل از جای دیگر مرحمت نمایید این جواب را صدر اعظم به مجد دوله فرستاد او هم برای بنده فرستاد واقعا از وضع دستگاه دولت و خلافایی به این بزرگی و از این بد حرکتی میرزا حسین پسر وزیر دفتر که می دانست پدرش با من تا چه درجه یگانگی داشت زیاد حیران و متعلم شدم. وزیر مالی ایران و خیانتهای های و قفلت بزرگان و شاه و وزرا را نوشتن کتاب الهده می خواهد. مالیات اسمی است که در تمام ایران بهانه چاپیدن است. با کمال بی املاکی که مالکان آنها عمرا و مقتدرین و ملاهای مقتدر می باشند مالیات ندارد یا اگر دارد قلیل است و تحمیل بی اندازه به زعفا و رعایاست. قطعا سلطه آنچه حکام دریافت می دارند به حساب دولت نمی آید و در آنچه به حساب دولت می آید مصطفیان تقلب ها در دفاتر دارند. مصطفی است که به پنجاه اسم از پنجاه محل مواجب میبرد، و برای کسان خودشان با هیل که شهر ندارد حقوق بی جهت مقرر می کنند آنچه هم به دولت می رسد به خرج لوتی و مسخره و رقاص و عیش و نوش و قصر و شکار رفته روز به روز خزینه خالی شده وسایل جریمه و قارت زعفا و زیر بار قرض خارجه رفتن ملت نادان بیخبر ایران برای عیش و ثروت ظالمان فراهم است به هر حال دانستم میخواهند مرا سرگردان کرده بی جهت دوندگی داده در آخر نتیجه هم ندهند پس لابد مانده شرح حال داشتن تذکره را اظهار داشته و گفتم میخواهم به وزیر مختار آمریکا اظهار کنم که به من تعدی شده و توهین به خانواده ام کردن و فعلا امنیت ندارم مجد و دوله اصرار کرد که نگویید و خودتان کاغذی به صدر ازم بنویسید بلکه اگر موثر نشد به خود شاه عریضه شود ایستادگی کنید بهتر است من هم عریضه به صدر نوشتم به این مزمون در زمان ورودم به تهران و رسیدن به حضور شاه هدیه های نفیس و سکه های دوول و اشیاء قیمتدار که داشتم شاه از من طلب کرد دادم در موزه موجود است در عوض سالی 600 تومان مقرری برای من دست قد فرمود که بهانه آوردن محل ندارد. بالاخره آن 160 تومان مالیات علاقه خودم را به عنوان تخفیف مقرر داشتند. امروز بی ازن دولت آن را قطع کرده به دیگری داده اند. شایسته نیست که آن را قطع نمایند. و اگر جازم هستند که قطع کنند اشیاء مرا که خیلی از این وجوه گرانبهاتر و در اتاق موزه موجود است رد نمایم. میرزا جعفر چه حق دارد در این مملکت قطع حقوق کند و با آن سختی و اذیت از خانه من بگیرم. با این حال من روی رفتن به خانم را ندارم و در آنجا نمیتوانم زیست کنم. من میتوانم خودم را از این گرفتاری آسوده کنم لکن ملاحظات بسیار مرا من مانع است با سابقه مرحمت خودتان مرا آسوده کنید. چون کاغذ را دادم جوابی نوشت به وزیر دفتر که سایه را آسوده کنید تحقیق کنید مطلبش چیست او هم جواب بیفایده ای به میرزا جعفر نوشت دیدم میخواهند مرا به این در و آن در زنند و اینقدر بدوانند که خسته کنند پس یک کاغذ دیگر نوشته اتمام و حجت نموده به صدر اعظم نوشتم نمیدانم حماقت بود یا غیرت یا دیوانگی که تا حال من متحمل همه صدمات بلاجهت شدم برای سفر به چین و ژاپن دولت آمریکا گذرنامه به من داده الان در دست دارم به مشهد تبعیدم کردید و حبس و عذیت کردید در قزوین حبس کردید عیال و اولادم سرگردان ماندند غیرت وطن مرا مانع شد که خود را به تحت حمایت اجنبی بکشم و چنگ به روی دولت ایران بزنم من مایه ارتقاء به مناسب و گرفتن انعام و مواجب بد شدم تا کار به جای رسید برای وجهی که دولت به مفت برای من مقرر نکرده بود به در خانه ام مأمور گذاشته حتی کی کرده زن و بچه ام را اذیت کردند دیگر مرا طاقت نیست انصاف بدهید اگر چاره نفرمایید ناچارم به سفارت اظهار کنم خودم کاغذ را به دستش دادم خواند و چون به آخرش رسید سرخ شد در بغل نهاده گفت فردا جواب می دهم. بزرگان ایران که در مقابل ادنا حمال خارجی از موش کمترند و میلرزم کسی را که آجز دیدند مکرر اظهار عجز و استدعای رفع ظلم شنیدند بر کبر و گردنکشی و بیاعتنایی به حرف زعفا افزوده آن را دلیل عظمت خود میشمارند با اینکه رفتن به خانه صدراعظم و به دست خود عریضه دادن در نهایت دشواری بود اقدام کردم تا اینکه به کاری که, که هرگاه اضطرار نباشد رکیک شمرده می شود اقدام نکنم چون سختی و درستی از من ندیده بودم اعتنا ننمودن به منزلم برگشتم حاجی امین و آمد شرح واقع را برای او گفتم بعد از فکر گفت تا اینجا بسیار خوب آمده اید اگر بعد نبازید فردا باز به خانه صدر اعظم رفتم و گفتم طاقت انتظار ندارم. باز با تساهل وعده به فردا داد. ناامید به خانه برگشتم. مکتوبی از خانه و کسانم رسید که شرح حال تعدی دیگران و اضطراب خودشان را نوشته بودند. انان شکی از دستم رفت. باز کاغذ مختصر مفیدی نوشتم که سیر از حال گرسنه خبر ندارد. من گرسنه نان و آب نیستم. آبرویم رفته و غرق اندوه و پریشانیم یا راحت کنید یا اجازه دهید خودم را آسوده کنم خودم به دستش دادم به ملایمت گرفته خواند و گفت آسوده باشی جواب میدهم باز به دفع وقت گذشت و جوابی نرسید به هر کس از دوستانم گفتم راهی نتوانستند پیدا کنند. راه چاره بسته شد لابد به سفارت آمریکا رفتم بسیار مهربانی کرده از هر قبیل صحبت ها لاکن باز اظهار مطلب نکرده برگشتم یک نفر آمده گفت در اداره نایب السلطن از تو گفتگو در میان بود من درست نفهمیدم چه میگفتند. من چیز خوشی نفهمیدم شاید خیال بدی داشتن واقعا من چون ایمن نبودم به سفارت آمریکا رفته شرح حال گفتم ایشان گفتند مادامی که شما اظهار و خواهش نکنید هر صدمه که به شما برسد ما حق گفتگو نداریم زیرا میگوییم شاید خودتان راضی باشید لاکن هر زمان اظهار شکایت کنید ما همه نحو همراهی با شما میکنیم گفتم پس من میروم دفعه دیگر نیز اتمام و حجت به امین السلطان صدر اعظم میکنم اگر آسوده نکرد میآیم شما اقدام کنید قبول کردند برگشت باز به صدر اعظم نوشتم اگر تا فردا جواب کاغذ مرا نداده آسوده ام نکردید مثل اوکل میته و قطع عضو لابد مانده به سفارت آمریکا خواهم رفت و حمایت خواهم خواست کاغذ را خودم به دست صدر اعظم دادم خوانده گفت موعد را تا فردا مقرر کرده اید گفتم بله خودتان مجبور کردید چاره ندارم کاغذ را گرفته به بغل گذاشت دیگر جوابی نداد ناامید به منزل برگشته شب را با پریشان خاطری به روز آوردم صبح به حمام رفته برگشته دیدم یک نفر در منزلم است کاغذی به دستم داده زبانی هم گفت حضرت والا نایب و سلطن فرمودن به اجلی هر زودتر به دیوان خانه بیایید کاغذ را باز کرده خواندم معلوم شد منتظم العلماء از طرف نایب و سلطن ابلاغ نوشته که حسب امر شاه مرا احزار کرده ان به دیوانخانه خانه بروم نزد نایب و سلطنه و نوشته که اعلی حضرت شهریاری پرتو مراهم کامله خود را شامل حال شما فرموده زود بیایید مضمون مرحمت را بشنوید به آن گماشته نایب السلطنه گفتم آسودگی من در این است که نیایم عاقلان گفتند دور از شطور بخواب خواب آشفته نبین گفت چه میگویید پسر پادشاه شما را میفریبد گفتم صحیح است لاکن من در جبین این کشتی نور رستگاری نمی بینم. گفت پس جواب بنویسید گفتم جواب هم نمی نویسم. گفت چرا؟ گفتم برای اینکه من طبعی خارجم هر کس مرا احزار می کند باید از سفارت بخواهد. معمور شروع کرد به سخت گرفتن که آقا فرموده یا بیایید یا جواب بنویسید. گفتم جواب همان است که گفتم. او بعد از اصرار متغیرانه به نزد نایب و رفت. من هم فوراً به سفارت آمریکا رفته کاغذ نایب و سلطن را ارائه کرده گفتم جواب خواستید من گفتم که پیش از اظهار طبعیت جواب می دادم. حالا باید جواب از سفارت بخواهند بسیار تحسین کرد پس نوشت به نایب و سلطنه که حاجی سیار را خواسته بودید فردا با نایب خودم میفرستم پس از آن قدری گذشت از منزلم خبر آوردند که باز نایب و عقب من معمور فرستاده بود من به سفیر اظهار کردم منشی خود را خواسته نوشت حاجی سیاه را خواسته بودید من نوشتم با نایب خودم میفرستم باز شما چرا عقب او فرستاده اید چون این کار بی قاعده را کرده اید دیگر او را نخواهم فرستاد هر کس را با او حرفی بیاید سفارت پس کاغذ را فرستاده گفت من دیگر از این اشخاص اطمینان ندارم شما یا در سفارت بمانید یا اگر خواستید بیرون و منزلتان بروید باید دو نفر از سفارتخانه با شما همراه باشند من دیدم حرکت در شهر با دو نفر مأمور سفارت رکیک است در سفارت ماندن و روزها گردش کردن بهتر است ماندن سفارت را اختیار کردم امر کرد تخت خواب و اسباب راحت مرا مهیا کردن و در اتاقی مخصوص همه چیز فراهم نمودند. پس شب خلوت از من پرسید چه تقصیر بر شما گرفته و چرا شما را دنبال کردن؟ من تمام تفصیل سیاحت و عود به ولایت و آمدن سید جمال الدین به خواهش شاه بعد تبعید او را به آن افتضاح بعد کاغذ ها نوشتن و قانون خواستن و مقصر گردیدن و گرفتاری و حبس در قزوین و آن سختی ها را شرح می دادم. دیدم و سکوت تام اختیار کرده و بی حرکت مانده. گمان کردم که خفته. حرف خود را بریدم. گفت چرا تمام نمی کنید؟ گفتم من گمان کردم شما به خواب رفتید. گفت عجبا شما مرا چگونه آدمی فرض کردید آیا می شود کسی این مصیبت ها را بشنود و خوابش ببرد اینان چگونه انسان هایی هستند من به شما می توانم بگویم اگر اینها از شما دلجویی کرده و به طور کامل آسوده کردند که خود راضی شدید چه بهتر و من خودم شما را همراه خود برده به کشتی سوار کرده روانه آمریکا می کنم و اسباب راحت شما را فراهم می نمایم و ایال شما را هم دنبال شما روانه می کنم البته واهمه نکرده آسوده باشید پس با کمال مهربانی تمام اسباب راحت مرا مهیا کردند من نتوانستم راحت بخوابم غرق خیال بودم که این چه وضعی بود پیش آمد آیا در خانه و ولایت ما این را چگونه شهرت خواهند داد؟ واقعا وزیر مختار نهایت ملاتفت و حمایت با من کرده کم کم خبر در تهران نشر کرد و معلوم شد که میخواستند مرا به حیله به دست آورده تلف کنند یا بلای سخت تر به سرم بیاورند. دوستان و کسان دیگر به سفارت به دیدنم می آمدن. هر کس می آمد به تالار مزین خوبی برده همه نحف خدمت می کردن. چای و شیرینی و قلیان و پذیرایی تهیه شده بود. هر کس بیرون می رفت تکایت می کرد. واقعه را روزنامه کرده برای نایب و و شاه خبر می برند. روزی باز وزیر مختار در خلوت با من گرم صحبت شده گفت مکرر کسان سلطنت ایران نزد من آمده می گویم شما به خاطر یک نفر یک دولت را از خود می یک نفر رعیت چه اهمیت دارد که به خاطر آن میان دو دولت را به هم می زنید. من جواب می گویم یک نفر یک دولت است. و یک دولت یک نفر است. اگر دولت ما از یک نفر حفاظت نکند باید از هیچ کس حفاظت نکند زیرا همه یک نفر است. اما اینکه میگویید ما با شما هم سرحد نیستیم اشتباه کرده اید. کشتی آمریکا یک سر آمده در بوشهر لنگر می اندازد. میگویند به شما محبت خواهند کرد گفتم محبت که تا الان کرده اید کافی است. من طاقت شنیدن آن را ندارم بدانید که اگر شما خودتان میل کردید و رفتید آزادید و اگر میل نکردید خودم شما را با اهل و ایالتان سوار کشتی کرده تا استانبول همراه آمده از آنجا روانه آمریکا می کنم واقعا خیلی متاسف شدم که بدبخت وطن و هموطنان من انسان به واسطه یک حرف صحیح در وطن خود اینقدر مظلوم شود که دل آمریکایی به او سوخته حاضر باشد هر خرج و زحمت را قبول کرده او را از دست ظلم هموطنانش خلاص کند چون مکرر در میان گفتگو ذکر شده بود که بعضی اسناد و نوشتجات مرا به قارت بردن از آن جمله سند طلب از حاجی عبدالرزاق تاجر به مبلغ 300 تومان را برده پول را گرفتم و کیف مرا هم از منزل عبدالله خان والی بردم که بعضی چیزهای مهم در آن داشتم از من صورت خواسته مکتوب به صدر اعظم نوشته آدم خود را فرستاده مطالبه کرد و صدر اعظم هم مکتوب را به نایب و سلطنه فرستاده مطالبه کرد او در جواب نوشت که هرچه از او برده بودن پیش از فرستادن و به قذوین پس دادن. صدر ازم همان جواب را به سفارت فرستاد. من گفتم نه نفر دیگر با من اسیر بودم که هیچ وقت از یک دیگر جدا نشدیم. ایشان سهل است اگر نوکران نایب و هم شهادت دادند که به من رسیده قبول می کنم. او بردن و قارت کردن را به موجب به این کاغذ اقرار کرده برگرداندن را باید مدلل کند. باز چند روز بدین منبال گذشت. روزی نریمان خان قوام السلطن از دوستان قدیم که به وزارت مختار ویانه مأمور شده بود به وداع من آمده گفت برادر من رفتم صدر اعظم را ببینم به من گفت دیدید من اقدام به خلاصی محبوسین قذوین کردم و هر نوع بود شاه را راضی نموده بی ایشان را آزاد کرد از شما خواهش کردم نزد شاه از ایشان خوب بگویید و حبس ایشان را بگویی صحیح نیست شما هم رفته در پیش شاه وقتی که از شما از محبوسین قزوین پرسید گفتید من دو نفر ایشان را میشناسم حاجی سیاه و مستشار و دوله خواستم در قزوین ایشان را ملاقات کنم سعد و سلطن رخصت نداد ایشان آدم های خوبی هستند و حبس ایشان در نظر خارجیان بدنما شده خصوصا حاجی سیار را همه جا میشناسند شما و من سعی کردیم ایشان خلاص شدند حالا حاجی سیاه اسباب زحمت من و اسباب خیال شاه شده و مرا و شاه را از کار خیر و خوبی پشیمان کرده از بابت طبعیت اجنبی و رفتن او به سفارت شاه خیلی اوقتش تلخ است و به من ملامت می کند که تو سبب خلاصی او شدی حالا خوب از شما علاج این کار را کرده و اینان را از این کار خیر و ترحم پشیمان نکنید گفتم وله این کار من من باب اکلمیت است تا ناچار نشدم و تا مکرر اتمام و حجت نکرده معیوس نشدم اقدام نکردم دیدم ممکن است اینان از گریبان من دست بکشم و گمان کردم که من از حرف عدل و آزادی و توجه به وطن و ترقیات که در عالم دیدم دست بردار نیستم و اینها از بدترین تقصیرات حرف حق و آزادی خواهی را میدانند اینان با ملاها هم دست شده همیشه میخواهند که این ملت را از نادانی کور کرده مثل گوسفند قربانی گوشتشان را بخورند چنانچه اگر گاو قربانی میدانست او را برای کشتن میبرند هرگز همکی نمیکرد یا لا محاله گریخته سر به صحرا میگذاشت اینان هم خیال کردهاند که هرگاه این ملت بدبخت معنی حقوق بشری را بدانند و لذت آزادی را بچشند دیگر تن به زنجیر اسارت نمیدهند و گمان میکنند که من از کسانیم که میتوانم به این اسیران راه خلاصی بیاموزم و که چندین اشتباه شده اما من اشتباه کرده بودم شاید در این خیالات بودم لکن الان ملتفت شدم که جهد من در خلاصی این اسیران سبب این است که خود همان اسیران مرا دچار اسیری کنم هرگاه دو مرغ از اول در قفس از تخم بیرون آمده و بزرگ شده غیر از قفس جایی نبینند و اتفاق سبب شده یکی از قفس بیرون آمده این فضا و هوا و سبز و صحرا و آزادی و حرکت اختیاری را دیده بعد بخواهد به رفیق خود که در قفس است و از عالم فقط قفس دیده و بس معنی آزادی را بفهماند او هرگز نمیفهمد بلکه شاید به ضد او برمیخیزد لاکن ممکن است در طول زمان و سیر عالم طبیعت قفس را پوسانیده و ریخته روزی به تبع آنکه در قفس است آزاد شده آن وقت بفهمد این اسیران نادان هم نخواهند فهمید لاکن طبیعت کار خود را خواهد کرد چرا که در ممالک عالم کرده اما شاه اشتباه کرده و این ظالمان کج فهمیده اند از این جهت که نمیدانند بالاخره مرغان از قفس آزاد می شوند و این ملت اسیر از بردن بار فوق طاقت خسته شده می افتد و همین که مرکوب را کمر شکست افتاد راکب هم افتاده در وسط راه میماند و به منزل نمیرسد این ملت اسیر را کمر شکسته نزدیک است خر و خرسوار هر دو در وسط راه بمانند و این بار به منزل نمیرسد رسد لیکن این بدبختان عیش و مسی موقتی را از دست نداده در فکر آینده مملکت و سلطنت و رعیت نیستند و از من هم بی جهت زنین شده ام. من معیوسم و ناچار چشم به هم می گذارم و هم رنگ جماعت می شود. ولی میخواهند هر روز من هم در هر جا شاه را شاهنشاه دنیا و اعدل و اشرف و از گذشتگان و آیندگان ایران را آبادترین و قویترین ممالک جهان و ملت ایران را راحتترین عالمیان بگویم بگویید ایشان و مله ها که مثل تکفیر شمشیری دارند و مثل بابیگری زنجیری از من ضعیف و هزار امثال من چه بر می آید؟ دست از گریبانم بردارند به حال چون میفرمایید ایشان را از کار خیر پشیمان نکنم اگرچه میدانم ایشان کار خیری ندارند و اگر چیزی کردند که به نظر خیر آید ملاحظات دیگر دارند باز من از همینجا برمیگردم با اینکه هیچ اطمینان به قول و عهد و قسم و فتووت ایشان ندارم و چند دفعه آدم فرستادند نرفتم حالا خودم تنها و بلا واسطه و وا می گذارم به ایشان و هر نوع میل صدر اعظم است اطاعت می کنم. پس از رفتن او با وزیر مختار گفتگو کرده گفتم من می خواهم خودم رفته رفع کدورت شاه را بکنم. او گفت من مانع نیستم لاکن اگر رفتید و موافق مطلوب رفتار نکردند دیگر نمیتوانم اقدامی کنم و به با علاوه باید تذکره شما را تجدید کنم و کار طبعیت شما را محکم کرده نگذارم تعدی نمایم گفتم من از محبت های شما و زحمت هایی که دادم شرمنده ام. بیشتر از این طاقت توقف و زحمت دادن ندارم میگویند این کار من شاه را متغیر کرده و گفته مردم قابل ترحم نیستند و این بهانه شده که مرا صد باب خیر نمایند میروم و به مردانگی ایشان وا میگذارم هر که هر زحمت و ضرر جانی و مالی را قبول کرده متحمل شده ام این فتووت را هم میکنم وزیر مختار گفت از بابت ما نگران نباشید ما به هر درجه با شما همراهی میکنیم ولی اگر خودتان به رفتن میل دارید و کسان من بروید پس مترجم و ناظر خود را با من روانه کرد به خانه صدر اعظم رفته دیدم خودش حاضر نیست لاکن مهندس الممالک حاضر بود بسیار اظهار امتنان کرده گفت این اقدام شما سبب خوشحالی و آسودگی صدر اعظم از سوء خیال شاه خواهد شد پس برگشت شب با فانوس و کسان سفارت رفتم در جلو خانه او جمعیت زیادی بود که مانع از ورود بودند مرا داخل کرده به تالار نزد صدر اعظم بردند جمعی از اعیان دولت که حاضر بودند تعجب کردند زیرا همه از قضیه مطلع بودند مرا خواسته در پهلوی خود نشانید من گفتم میدانید شاه و نایب و سلطنه و خودتان مرا خواستید نیامدم لکن اینک خودم آمدم تا نگویید من صد باب خیر شده حالا هر حکمی بشود اطاعت دارم صدر ازم زیاد مشعوف شده گفت من در مساعدت حاضرم هر نوع شما باشد کارها را انجام می دهم و علا حضرت شاه هم تلافی خسارت های جانی و مالی و آبرو که بر شما وارد شده می نمایین. گفتم چشم به مرحمت ندارم از طرف بنده آسوده باشید و آسوده ام کنید پس برگشتم به نزد وزیر مختار سوال کرد چه کردید گفتم آسوده شدم و بیان واقعه را کردم لکن به وزیر مختار گفته بودم در حق سیا همه نحو صدم منظور می دارم و به هر نحو از تلفش می کنند. به من گفت تا در این شهر هستید در این منزل باشید من چون میرزا نسالله خان مشیر الملک را ممتاز و نیک نفستر از سایرین دیده بودم از او خواهش کردم که اصلاح امور من با صدر اعظم به توسط او باشد قبول کرده اولا تحقیق کردم معلوم شد که مواجب مرا خود میرزا جعفر به نام ساختگی برای خود برده بود پس او را برگردانده به اسم خودم رقم کردم و مقرر شد که هر مطلب داشته باشم به توسط مشیر الملک به صدر اعظم اظهار کنم مساعدت نمایند در باب اشیایی که شیخ اسدالله اعما فروخته بود و اساس البیت و اشیاء که در خانه او داشتم پس از فوت او همانطور مانده بود و پسر او میرزا قلام علی همه را تصرف کرده بود به مقتضای دوستی پدرش به هر نحو خواستم دوستانه حقوق مرا بدهد و حتی راضی بودم لاقل نصف آن را بدهد این جوان بالکلی انکار کرد شیخ مرتزا که با بند آشنای قدیم بود به من گفت من از این فقره اطلاع کامل دارم از صدارت خطابی به من بگیرید عمل را تمام می کنم من هم کاغذی گرفتم که او عمل ما را تمام کند او آدم فرستاده پسر شیخ اسدالله را احضار کرد او تا فردا مهلت خواسته بود فردا من هم رفتم آن جوان هم حاضر شد وضع رفتار شیخ مرتضا را طور دیگری دیدم چند مکتوب مرا میرزا قلاملی در که که آشکارا پاک کرده و به خط خود نوشته بود به شیخ مرتزا نشان دادم دیدم میگوید باید در محضر یکی از علما مرافعه کنید گفتم اطلاع شما و گذراندن عمل همین بود دیگر من چیزی نمیخواهم برخواست بیرون آمدم یکی از نوکران شیخ مرتزا گفت به من خدمتانه بدهید مدعی علیه شما را احضار کردم گفتم حقوق و کتب و اسباب و پول و ساعت و انگشترهای من گرفته نشده من دیگر حقوق از کسی مطالبه نمی کنم و صرف نظر کردم گفت والله ما اجرت و مز نداریم از مردم باید برسد پس مبلغی به او دادم گفت آقا خود سهل انگاری می کنید حق خود را از دست می دهید میرزا غلامعلی پانزده تومان داد طرف او را گرفتند شما بیست تومان بدهید طرف شما را بگیرند واقعا برای انسان در این مملکت اگر زنجیر پابستگی ایال و اولاد نگهش ندارد زندگی حرام و بدبختی است این دوست و این آگاه از حقیقت این ادلیه و مرافعه مملکت خاطرات حاج سیاه بخش چهل و دوم رفتن به محلات بعد از خلاصی از حبس سنه 1311 قمری 1272 شمسی در سال یونیت ایل سنه 1311 قمری وضع دولت از این قرار است میرزا علی ازقرخان صدر اعظم میرزا حسن خان مصطفی الممالک وزیر داخله میرزا حسین وزیر دفتر نایب السلطنه وزیر جنگ و حاکم تهران ولیعهد در آذربایجان و سلطان در اصفهان رکن و دوله در فارس، معید دوله در خراسان، صاحب دیوان در گیلان، ملکارا در لورستان، حشمت دوله در عربستان خوزستان، حسام و سلطن در عراق، حسام المول کرمانشاه، فرمان فرما در استرابات حکومت داشتند و در سایر ولایات کسان دیگر. در این سالها مزاج ناصر شاه بر رعیت ایران متغیر است و ظلم اشتداد یافته ی طول مدت درباریان و بزرگان و حکام همه را به راه حیله و تقلب و قارت مال مردم آگاه و دلیر ساخته تمام همت خود را بر جمع مال و پریشان کردن رعایا متوجه ساخته رقابت و همچشمی نام برداران مملکت با یکدیگر در جمع مال و جلال و کسرت املاک و تعدی بر زیر دستان مزاعف و افتخارشان منحصر به زیادتی و جمع ثروت و آوردن قارت از ولایات بدبخت ایران است و شاه هم بیشتر از سابق غرق عیش و شکار و قفلت است میرزا جعفر مصطفی که حقوق دیوانی مرا به خرج عراق در کتابچه ثبت کرده بود از او سند گرفتم که وصول کرده بدهد پس از اینکه به درجه ای اطمینان پیدا کردم که دیگر متعرض من نمی شوند مصمم شدم که به محلات رفته کسان خود را که در انتظارند تسلی داده و اصلاح خرابی های این مدت را بنمایم نزد مشیرالملک رفته تشکرها کرده عذر زحمات خواسته و حاجی امین و زرب را ودا نمودم پس به نزد وزیر مختار آمریکا مصر سپری رفته تشکرها تقدیم نموده از مسیو تایلر نایب سفیر عذر زحمات خواسته با دلیجان به طرف قم حرکت کردم راه قم را تازه ساختند بعد از ورود به قم و زیارت و ملاقات بعضی دوستان مطلع شدم که از محلات به طوری که نوشته بودم اسب باورده اند آورنده را پیدا کرده سواره از راه نیزار به طرف محلات روانه شدم وارد خانه گردیدم نمیتوانم شادی و شعفی که برای ایال و اطفال که بعد از یقین به یتیم ماندن پدر را یافته یا به حقیقت گم شده ای پیدا کرده یا میت زنده شده را دیدن بیان نمایم شکر خدا را بر این خلاصی و سلامت و دیدار یکدیگر به آوردیم بعد از ملاقات دوستان و فراغت مشغول اصلاح خرابی های گذشته و ترتیب عمل زراعت شدم سند میرزا جعفر مصطفی را نزد ساعد دوله فرستادم که از میرزا جعفر در عراق حقوق مرا بگیرد او جواب نوشت که میرزا جعفر موافق کتابچه دولتی دریافت داشته و برده است لابد مانده مکتوب سردار را با سند میرزا جعفر نزد مشیرالملک به تهران فرستادم او هم به سید جواد خزانه دار داده او مأمور گذاشته به سختی از میرزا جعفر وصول نمود ارسال داشتن زیاد ممنون شدم بعد معلوم شد که دو سال ایام حبس مرا هم میرزا جعفر به اسم دیگری خودش برده و خورده این است وضع دولت و مالیه ایران پس از اینکه قدری توقف شد خبر رسید که حکومت محلات و گلپایگان را حضرت زل و سلطان به میرزا حسین خان انتظام الملک پسر مرحوم مصطفی قلی خان سهام و سلطنه داده بسیار خوشحال شدم زیرا که با پدر او نهایت دوستی داشتم او هم نایب میرزا علی نام را که با من آشنایی داشت و مرد بی سوادی بود به نیابت حکومت فرستاد احتراماتش را موافق حال منظور کردم او هم از من زیاد خوشنود بود خبر رسید انتظام الملک به گل پایگان رسیده چون جوان تازه کار بود با مردم بدسلوکی کرده لاکن به واسطه اینکه ابتدای سال بود مردم از او شکایت نکردند و از آنجا آزم محلات شده بود نایب میرزا علی از من خواهش کرد که منزل بیرونی خودم را برای او تخلیه کنم زیرا منزل موافق حکومت در محلات نیست و اندرونی ما را که دو دست است یکی را بیرونی بکنیم مردم هم به زحمت نیفتند قبول کردم با آنجا را مهیا نمودیم در حین ورودش پسرم همایون را نیز به استقبال فرستادم پس از ورود در بالاخانه ما منزل کرد به دیدنش رفتم شکایت از تنگی منزل کرد دیگران هم خواهش کردند بالاخره یکی از اندرونی ها را هم خالی کرده به او دادم و راه وسط را مسدود کردم. کمی مانده بنای تعدی به مردم و بدسلوکی را گذاشت و نایب میرزا علی هم نتوانست از بدرفتاری و مردم نوکران او جلوگیری کند. خیلی از وضع رفتار او دلتنگ شدم. مکرر نصیحت کردم مفید نشد. از علما معتبر بازدید و ملاحظه نکرد از باغات و داربست مردم چوب و هیزو می آوردند به خانه مردم رفته اذیت می کردند. از کوچه اگر کسی می گذشت میکرد که من در بالاخانه نشستم چرا از زیر عبور کردم از این قبیل حرکات بی معنی می کرد. باز نصیحت کرده دوستی پدرش را خاطر نشان کردم و گفتم اول کار شما است اگر خود را بدنام کنید دیگر یک ده هم به شما نمی سپارند به جمله چند نفر اشعار بدآموز دور این جوان بی تجربه را گرفته نگذاشتند حرف به گوشش فرو رود از بابت دوستی پدرش متاسف شدم علما و مردم را دیده گفتند باید شکایت کرده معزولش کنیم گفتم من مستقیم داخل نمی شوم لکن مانع نشده مساعدت باطنی هم می کنم. باز من به این دوست زاده خود هر قدر نصیحت کرده گفتم این حرکات سبب می شود مردم شکایت کنند هم معذور می شوید، هم بعد از این از کار می افتید. گفت زل و سلطان به من محبت فوقلاده دارد گفتم لکن حق ندارد شما را مرخص کند به مردم ظلم کنید گفت امین و دوله هم خیلی به من محبت دارد پس کاغذ های او را به من نشان داد که نوشته نصیحت کرده بود که تو نباید حکومت قبول کنی اصلاح املاک و دارایی پدر بهتر از حکومت و دخل جدید است که جامعه خیش پیراستم و از جامعه آریت خواستم گفتم شما نصیحت او را نشنیده اید و بزرگ ظلم را از جمیع نجاسات شمرده اند. ظالم خود را آلوده به نجاسات و متعفن و رسوا می کند. بالاخره قبول نکرد. میرزا خان نایب الحکومه قدیم محلات با مله ها و مردم تلگرافن شکایت به زل و سلطان کردند. او هم انتظام الملک را تلگراف کرده خواست که حرکت کند و بعد از یک هفته به مردم جواب داد که انتظام الملک معزول است آدم کافی معین می شود منظورش این بود که مردم بعد از ازلش و حرکتش مطلع شوند مبادا وقت حرکت متعرض او شوند ولی این جوان نادان ملتفت نشده حرکت نکرده بود. مردم تلگراف را نزد من فرستادند که او معزول است و مردم از او طلب دارند و مفتزهش خواهند کرد. باز او را دیده گفتم شما را زل سلطان یک هفته پیش از این معزول کرده و خواسته چرا نرفتید؟ رنگش متغیر و زرد شد. گفتم حالا که در خانه من هستید و نرفته اید طلب مردم را بدهید و بروید. حساب کردند. تقریبا 250 تومان مدیون بود. مطلع شدم که ها و میرزا هادی خان مردم را تحریک کرده اند که وقت حرکت جلوش را گرفته مفتزه کرده طلب خود را بخواهند. اسماعیل خان محلاتی که شب و روز با او بود و بدآموزی می کرد سوار شده به اسفان رفت. حاجی حسین کت خدا به او خوبی کرده گفته بود که مردم در حق شما خیال اذیت دارند خلاصی شما در این است که حاجی سیاح زمانت کند طلب مردم را او یک هفته بعد از معذولی باز هم توقف کرده از من خواهش کرد طلبکارها را آورده تا سه ماه زمانت کردم اگر او ندهد من خودم ادا کنم و به این وسیله او را خلاص کرده محترما از خانه خود به راه انداختم دشمنان او که میخواستند اذیت کنند از آن جمله میرزا حادی خان از من رنجیده کینم را به دل گرفتم. از طرف زل و سلطان میرزا حادی خان نایب الحکومه شده اظهار کینه با من میکرد و به علاقه هم مأمور میفرستاد به رعیت اذیت میکرد مدعی تراشی مینمود از آن طرف انتظام الملک هم پنج ماه گذشت حق مردم را نفرستاد من لابد خودم دادم و بعد از پنج ماه برادرم را فرستاده کاغذی نوشتم که من به دوستی پدرت همه نوع همراهی و نصیحت به شما کرده در وقت بدی شما را خلاص کردم میدانید در خصوص شما چه اندازه متضرر شده ام جواب نوشت تا دو ماه دیگر اصل طلب را با فرع میفرستم باز مدتی گذشت که من در تهران بودم چنانچه خواهیم گفت نوشتم برادرم رفت یک پول نداد ده دوازده بچه شطور مریض شش ماهه داده بود که نصف در راه و نصف در محلات تلف شده یک پول آید نگردید و این جزای خدمت من شد تمام سنه 1311 قمری 1272 شمسی را در محلات بودم اواخر این سال بود که انتظام الملک معصول و میرزا خان منصوب شد و بنای کجرفتاری با من را گذاشت واقعی مهمی در این سال در مملکت ایران رخ نداد همان معنا کاستن قوای مملکت و شدت اقتدار و جور حکام و علل اتصال نفوذ روس و انگلیس و رقابت با یکدیگر در سر ایران و بلعیدن آن و سعی دولت روس به نابود کردن قوای ایران و آوردن به تحت نفوذ و تملک خود و سعی دولت انگلیس در اینکه ایران به حال ضعف باقی مانده حایل حمله روس به هند شده و خودش قدرت توجه و حمله به هند نداشته باشد این کشاکش بین دولتین اسباب امن و راحت ظاهری ایران شده مردم با تمام قوا به عیش و تنبلی عادت کرده اند سنه 1312 قمری 1273 شمسی باز میرزا علی قرخان صدر اعظم بلکه مختار کامل اقتدار ایران نایب السلطنه وزیر جنگ و حاکم تهران و غیره قوام الدوله وزیر و امور خارجه مشیر الدوله وزیر عدلیه و تجارت ولی و زل و و رکن و دوله و بعضی حکام دیگر هر یک در مأموریت سابق خود بودند. بهار که میرزا هادی خان بنای پیچیدگی را به من گذاشت و محرک شد که یک نفر به من ادعا کرده بالاخره 120 تومان از من گرفت و از مزرعه تیولی خالصه من مالیات و فرع زیاد خواست من لابد منده به اسفان به زل و نوشته شکایت کردم جوابی نداد بعضی دوستانم هم نوشتم جواب نداد روزی به قریه خود برای ترتیب امور زراعتی رفته بودم خبر آوردم که حاکم رعیت شما کربلای عباس را گرفته و چوب زده و جریمه کرده است. من به خانه نوشتم جریمه رعیت را خود دادم و برای من چند دست لباس و مقداری پول زبیه الله گماشته ام آورد. حرکت کردم تا قوم رفتم. در قوم به زل سلطان به اسفهان تلگراف کردم. جواب نداد. لابد به تهران تلگراف کرده از صدر اعظم تکلیف خواستم. جواب رسید که به تهران بیایید. حرکت کرده وارد حضرت عبدالعظیم و در خانه حاج سید جعفر معین و منزل کردم. مهدی بی که وکیل باشی را نزد نصر خان فرستادم و ورود خود را خبر دادم. او هم به صدر اعظم اظهار کرده بود و صدر اعظم هم مرا احضار نموده بود. به عجله آمدم منزل مشیرالملک. و در معیت او به پارک صدارت رفتم تا یک ساعت از شبرت ما را به خلوت خواست و زیاد اظهار مهربانی کرده گفت مطالب خود را فهرست کنید و اگر میخواهید ترتیبی بدهم تا به حضور شاه برسید من اول گفتم استدعا دارم مرا به حضور شاه دعوت نکنم و در هیچ کار مراجعه به شاه نکنم فقط شما را بشناسم قبول کرده گفت من مثل شما جهان گشته و تجربه دیده را دوست میدارم که در خلوت از هر جا صحبت کرده مرا متنبه کنید پس خواست به حضور شاه برود با هم بیرون آمدیم وقت سوار شدن به کالسکه به محمد تقیخان گفت هر وقت حاجی سیاه بیاید کسی مانع نشود و به دربان هم سپرد که هر وقت من بیایم او در خلوت هم باشد به من راه بدهد آن روز رفته شرح حال را به شاهزاده حشمت و دوله هم گفتم و خانه ای اجاره کردم که زمستان را توقف کرده اهل خانم را به تهران بیاورم و کاری بکنم که علاقه خودم را از اداره زل و سلطان قطع کنم به سابقه دوستی امین و دوله را دیده و قصد خودم را به او اظهار داشتم گفت خیال موضوع کردن املاک خود را موقف کنید تا من چیزی به زل و سلطان بنویسم بعد از رسیدن جواب تکلیف معین می گردد. پس از چندی جوابی که از زل و سلطان رسیده بود برای من فرستاد مرغوم داشته بود حاجی از من شکایت ندارد شکایت او از میرزا هادی خان بود من او را معذول کردم و به جبران خسارت حاجی سالی پنجاه تومان تخفیف و بیست خروار قله مقرر داشتم من مکتوب را نزد صدر اعظم برده تکلیف خواستم گفت این خوب است قبول بکنید قبول کردم زمستان را خودم در تهران توقف کردم آشنایان سابق اغلب وفات کردم گاهی به ملاقات حضرت حاجی شیخ حادی نجم آبادی سلم الله تعالی که علاقه قلبی نسبت به این شخص محترم پیدا کرده بودم میرفتم عالم بزرگ و کاملی است و گاهی به پارک حضور صدر اعظم میرفتم اظهار محبت می کردند. روزی فرمود خانواده خودتان را به تهران بیاورید. بنا شد بعد از رفع سرما بیاورم و قدری خاطرم آسوده و خودم ایمن شدم. سمستان سر آمد. قضیه میرزا رزا در تهران عید نوروز سنه 1313 قمری 1275 شمسی میرزا که با ما از قزوین آمد رها نکرده و او را به سبب فهاشی های زیادش در حبس قزوین در انبار دولتی حبس کرده بودند. چهار سال گرفتار بود. در قره ماه ربیع الثانی سنه 1313 قمری از حبس مرخص و اخراج بلد کرده مقرر کردن در تهران نماند. شنیدم به استانبول نزد آقا سید جمال الدین که در آنجا محترما متوقف بود و دولت عثمانی معاش او را به طور وسعت کفایت مینمود رفته است صدر اعظم میرزا علی و اغلب معمولین و حکام در اعمال سابقه باقی بودند مگر بعضی تغییرات شده بود به حسب ظاهر ایران در کمال امنیت بود و ارکان دولت به موجب قدمت شاه و معرفت او به اشخاص و مجاری امور در مملکت اقتدار کامل داشتم لکن به موجب عادت جاریه در عالم و خصوصا در سلطنت استبدادیه همیشه رقابت و مخاسمت برای مقام و جاه در میان بزرگان درگاه و کارشکنی از یکدیگر جریان داشت نفوذ روس و انگلیس در خط جریان خود هر روز یک قوه معنوی مملکت را میکاست و روحانیت ایران تحت نفوذ بود. چون سال پنجاهم سلطنت ناصرالدین شاه بود، شاه را یک شعف فوق‌العاده بود و مصمم بود که یک جشن بزرگی در تهران و در تمام بلاد ایران برای سال 50 سلطنت برپا نماید. به دوبل خارجی هم اطلاع داده شده بود تا اینکه ماه رمضان سر آمد. شروع کردن به فراهم کردن اسباب جشن و سرور و به همه حکام ولایات امر شد که تهیه ببینند. هشتم ماه شوال بود که خدمت حاجی شیخ حادی نجم آبادی بودم. گفت خبر دارید که میرزا زادی دیروز از استانبول وارد تهران شده. من باور نکردم. زیرا احتمال نمی دادم که با آن صدمات جانی و حبس و خرابی خانه و پریشانی و مردن اولاد و تبعید خود او که شرط کردن به ایران نیاید او به چه جرأت به ایران آمده و برای چه آمده؟ ها شیخ خادی فرمود من اشتباه نکردم دیشب آمده بود اینجا و از من جویای سلامتی زن و بچه های خودش گشت من بیشتر ایراد کردم و حد می کردم که او به خیال بدی به ایران برگشته و خوابی را که در حبس قزوین دیده بودم برای آقای حاجی شیخ خادی حکایت نموده و گفتم باید او به خیال بدی آمده باشد به نظرم رسید که اگر آمده در تهران نمیماند باید در مثل حضرت عبدالعظیم جایی باشد چون دلسوختگی و جسارت او را میدانستم فکر کردم ممکن است کاری بکند که اسباب زحمت جمعی کثیر گردد پس با مشورت جناب آقای حاج شیخ هادی به آقا سید جعفر معین طولیه نوشتم از قراری که شنیدم میرزا به تهران آمده و یقین در تهران نمیماند گمان دارم در حضرت عبدالعظیم باشد. استدعا می کنم تحقیق کنید آیا صحت دارد یا نه. با آن وسعت امر آقا سید جمال و ارادت میرزا زاده به او چرا آمده و همراهش که بوده و از کدام راه آمده؟ جواب توسط همین آدم بفرستید. ما اینو تولی تفحص کرده نیافته بود تا یکی از خدام گفته بود الان بالباس مبدل در ایوان نشسته. گماشته ای من با معین و تولیه رفته از دور دیده شناخته بودم. معین و تولیه نزدیک رفته اظهار آشنایی کرده بود. او گفته بود شما از کجا دانستید من آمدم؟ یقین از سهران خبر ام. نوکر مرا دیده بود گمان کرده بود از زوار است. پس معین و تولی آنچه من نوشته بودم تحقیق کرده و خودش با آدم من به تهران آمده گفت از او پرسیدم تو چرا از خدمت آقا سید جمال چشم پوشیده ای جواب داد حضرت آقا به من کمال مرحمت داشته از هیچ چیز دریغ نداشته لکن در استانبول که ترک هستند از ندانستن زبان به من بد میگذشت آمدم به ایران میان هموطنان و همزبانان خودم گفتم از کدام راه آمده ای؟ گفت از راه مازندران تا بادکوبه سه نفر هم روح داشتم. ایشان آنجا ماندن. از بادکوبه با دو نفر زوار مشهد هم روح بودم. ایشان به مشهد رفتن. من از راه مشهد سر و مازندران به تهران آمده یک شب در قهوه خانه ای که جنب خانه آقا حاجی شیخ حادی است خوابیدم. پس از آن به حضرت عبدالعظیم آمدم. گفتم الان چه خیال داری؟ گفت به شاه و نایب و سلطنه و صدر اعظم عریضه کردم که یا اطمینان بدهید در تهران مشغول دلالی خود در بازار شده معیشت کنم یا رخصت بدهند ایال و اطفالم را برداشته از این شهر بیرون روم گفتم چه جواب داده گفت هنوز جواب نداده ان. گفتم آقای معین تولیه این جواب میرزا به نظر من صحیح نمیآید به خاطر دارید وقتی که آقا سید جمال را با آن حال از بست بیرون کشیدند و یک پول نداشت مختارخان میرزا رزا را چوب بسیار زد و پس از اینکه از فلک باز کرد پرسید حالا باز با سید جمال همراهی میکنی میرزا رزا گفت بله الان هم اگر رها کنید با پای زخم دار گرسنه دنبال او رفته دست بر نمیدارم حالا چگونه شده در حالی که آقا جمال همه نوع وسعت و رفاهیت دارد از خدمت او دوری گزیده با اینکه آقا سید جمال الدین و کسانی که در خدمت او هستند فارسی میدانند و فارسیدان در استانبول زیاد است ندانستن زبان سبب آمدن نمی شود و علاوه بر اینها لباسش را چرا عوض کرده گفت آن از ترس نایب و سلطنه است گفتم به حضرت عبدالعظیم علیه السلام چرا آمده و به خانه یکی از علما نرفته توسط کند که او به او متعرض نشوند برود پیکار خودش خب فعلا در حضرت عبدالعظیم علیه السلام به چه کار مشغول است؟ گفت تبابت سر اطفال کچل رو می کند. من این مطالب را به میزان عقل سنجیدم و جسارت میرزارزا را می دانستم. گفتم اعتقاد من این است که به خیال اجرای کار مکروهی آمده می ترسم اقدامی کند و اسباب مرارت و زحمت مردمان بی تقصیر شود و پای عده زیادی بیگناه را به میان کشد. گفت چه می تواند کرد؟ گفتم او سوء قصد یا به شاه می کند یا به نایب و سلطن یا صدر اعظم اگر قصد شاه کرد و نکشت آن وقت این شاه با این حال سوء زن و بیرحمی با این مردم چگونه رفتار خواهد کرد اگر زد و کشت برای نایب و سلطنه تماع بی انصاف راهی پیدا خواهد شد برای اذیت مردم حکومت و سپه سالاری هم دارد چه کارها که نمی کند اگر قصد نایب و سلطنه را کرد بکشد یا نکشد شاه چه ها خواهد کرد من تشویش دارم چون یک دفعه به واسطه این بدبخت دچار سختی شده ام اگر قصد صدر اعظم را بکند حیف است بهتر از او کیست که در این موقع در جای او باشد به علاوه شاه باز متعرض بیگناهان خواهد شد موین تولیه گفت واقعا اگر چنین خیالات داشته باشد بسیار بد است چه باید کرد اگر چه بعید است گفتم فعلا تکلیف این است به صدر اعظم نوشته آگاهش کنیم بلکه علاجی بکند گفت او هنوز خطایی نکرده قصاص قبل از جنایت نمیتوان کرد گفتم این نیست که به او صدمه وارد شود جزئی مساعدت مالی کرده روانهاش کنند از اینجا برود ماندن او با ادایتی که نایب و سلطنه به او دارد حرام است هم خود را دچار بلا میکند هم دیگران را گفت پس این اظهار را به صدر که بکند گفتم بهتر بود شما می رساندید می ترسم از من حمل بر غرض شود گفت من دسترسی به پارک ندارم پس من در حضور او نوشتم میرزارزای دلال که چهار سال حبس بود و نایب السلطنه و بیرونش کرده و التزام گرفت که در ایران نماند به اسلامبول رفته بود برگشته الان در حضرت عبدالعظیم علیه السلام بستی است شکی نیست فعل تا از فائل صادر نشده و به مفعول به نرسد مورد معاخزه نیست و قصاص قبل از جنایت هم صحیح نیست بنده خبرنگار و جاسوس نیستم لکن این شخص صدمه دیده و آدم جسوری است گمان من بر این است که قصد بدی دارد که از نزد مثل آقا سید جمال به اینجا که نه برای او دنیا هست و نه راحت و نه آخرت آمده این شخص به لباس مبدل آمده و با دو نفر همراه بوده که ایشان از راه اشخابات به مشهد رفتهاند و او تنها از راه مازندران به اینجا آمده است من در این عرض خود هیچ قرضی ندارم جز اینکه لازم میدانم احتیاط شود او را میتوان با مساعدت مالی از اینجا خارج کرد تا خیال آسوده شود این مطالب را از آقای معین و تولی تحقیر و مذاکره نمودم که الان در بند منزل حاضر است. کاغذ را خودم برداشتم بدهم و زبانی هم مطلب را بگویم. دیدم از کسرت جمعیت که برای ترتیب جشن پنجاه و سال سلطنت شاه گرد آمده بودم مجال کاغذ دادن و حرف زدن نیست. برگشتم. با معین مذاکره کردیم. او گفت تأخیر این کاغذ صحیح نیست. با نوکرم فرستادم داده بود لاکن جوابی نرسید. با این طولی فردا رفت. من باز خودم رفتم که زبانی همه چیزی بگویم مجال نشد. اینقدر شد که سوال کردم کاغذ من رسید یا نه؟ جواب گفت بلی رسید. دو سه روز بعد از آن عبورن ولیخان نسل و سلطنه تونکابونی که او را آدم جسوری می دانستم دیده گفتم میرزا آمده و من چنین کاغذی نوشتم گویا کاغذ را مهم ندانستند و محل اعتنا نشده گفت راست می گوید، مهم است و من به صدر مطلب را می رسنم. رفته حاجی شیخ ایسای معروف را خواسته بود سپرده بود که در وقت فراغتی بگوید او هم گفته بود گویا محل اعتنا ندانسته بودم بعد من حاجی امین و زرب را دیده گفتم میرزا را دیده اید گفت اطلاع از آمدنش ندارم گفتم آمده بلکه مستر فتنه بزرگی هم خواهد شد گفت این لختی گرسنه داخل جمع و خرجی نیست چه میتواند کرد آن دفع امنایی و سلطنه به قرض مطلب را بزرگ کرد و به شا اظهار کند خدمت بزرگی کرده و این آدم را قحل اعتنا قرار داد گفتم حاجی آقا فتنه ها از لختی و گرسنه می خیزد صدر اعظم به عقل و جاه خود چنان مغرور شده که به چیزی اعتنا نمی کند بلکه بعضی اوقات به لجاجت عکس آن را می کند گاهی گفته او اجرا می شود و گفته شاه نمی شود این امور آدم را قافل می کند باز فردا حاجی را دیدم گفتم فراموش نکنید این آدم جسور از جان گذشته آن دفعه آن بلا را به سر جمعی آورد این دفعه صدمهاش بیشتر خواهد شد گفت آسوده باشید با آن سدمی که خورده دیگر جرأت نمی کند بهتر این که ایالش را به دستش داد و آزادش گذارند به هر حال من از خوف خودم و مردم بی تقصیر دلم آرام نمی گرد. کسان و ایال و اطفال من آن ایام وارد شده بودم. پسرها را که طفل بودند به حضور صدر اعظم فرستادم اظهار مرحمت کرده بود بعد خودم هم رفتم که از بابت نوشتن کاغذ عذر خواسته بگویم از راه قرض نبود و هم بفهمانم مطلب را اهمیت دهد دیدم مشغول ترتیب اسباب جشن سال پنجاهم شاه است و از وزینت عالی فراهم شده بود تماشا کردم و نزدیک رفته مطلب رو عنوان کردم دیدم حاضر به اهمیت دادن نیست فردا رفته مشیرالملک را دیده گفتم قضیه چنین است لکن من صدر اعظم را برای شنیدن حاضر ندیدم میترسم فتنه بزرگی حادث شود تصدیق نموده گفت من در موقع مطلب را به او میرسانم اماد و دوله هم حاضر بود تصدیق کرد گفتم سخن جان خریدار نداشته باشد هزیان است خاطرات حاج سیا بخش چهل و دو سه روز بعد شنیدم صدر اعظم به زیارت حضرت عبدالعظیم علیه السلام رفته پریشان خاطر شدم که مبادا حادثه ای رخ دهد تا شنیدم برگشت آسوده شدم گفتم رفته بود به سخایی در آنجا زیاد توقف کرده بود بعد برخواسته بود به زیارت رود یک نفر عدسه کرده بود گفته بودن صبر آمد نرفته برگشت یک نفر از حضرت عبدالعظیم علیه السلام آمده گفت میرزا عریزه عریض برداشته رفته بود در ابن بابوی به صدر اعظم دهد مدتی مانده بود بعد خبر رسیده بود که دیگر نیامده برگشته بود مردم در تمام ایران به حکم دولت و حکام در تمام شهرها مشغول آزیمبندی بودند خروارها شیرینی و شربت تهیه شده بود بعضی قلعت های عالی و متوسط و دانی و انامات و اعطاء مناسب و ترتیب فرامین آنها و القاب و حکومتها داده شده بود که به بزرگان و کسانی که خوب از عهده کار جشن برآمدهاند داده شود مدتی است که بزرگان و اعیان به همچشمی با هم و جلب قلب شاه و پیش افتادن از یکدیگر در آزیمبندی و خرج گذاف داده همت می دهند و از شهرها خبر می رسد که مردم اجبارا مشغول جشن و آزیمبندی و تنظیف معابر و غیره ها هستند آتشبازی ها مرتب گردیده بود در میان مردم مهرمانی یک حرف هم گفته می شد که شاه بعد از جشن امین السلطان را مثل عطابک امیر کبیر حلاک یا با او مثل میرزا آقاخان رفتار خواهد کرد زیرا از نفوذ او دلگیر شده است شاه که در مدت عمر به کامرانی و راحت سلطنت و عیش طولانی کرده بود که برای سلاطین عالم چنین اتفاق کم می افتاد حرس قریبی بر زندگی و سلطنت داشت و از مرگ زیاد می ترسید. روز جمعه 17 همه زی قعدت الحرام سنه 1313 قمری اردی به 1275 شمسی به منزل شاهزاده هشمت و دوله رفته با هم به منزل فخرالملک رفتیم. در آنجا از هر قبیل صحبت به میان آمد. او گفت من خوابی دیدم که کسی به من گفت شاه 130 سال عمر خواهد کرد. یکی گفت نه اینقدر سلطنت می کند. من در اردوی شاه این خواب را حکایت کردم. به شاه رسیده گفته بود این مدت قلیل قابل سلطنت نیست. مجد دوله هم گفته بود من در خواب دیدم که شاه از نردبانی سعود می کند که 300 پله دارد. تعبیر کردند که 300 سال سلطنت می کند. شاه گفته باز این چیزی است. گویا به این هم قناعت نداشته. من گفتم آخر دیگران هم حق دارند. به هر حال تمام ترتیبات جشن مهیا و مردم مشغول بودند. روزهای جمعه گاهی شاه به حضرت عبدالعظیم علیه السلام به زیارت می رفت. اما ترتیب حرکت شاه طوری بود که احتمال نمی رفت. مانند میرزا رضایی به به حضور او برسد یا عریضه بدهد. آن روز هم شاه به واسطه مبارکی جشن سال پنجاهم سلطنت برای زیارت حضرت عبدالعظیم حرکت می کند. من بعد از ظهر در منزل خوابیده بودم آمده بیدار کرده گفتم میرزا زین العابدین خان منشی سفارت انگلیس زیرنویس این شخص بسیار خوشخط بود و همان کسی است که سی جزء قرآن مجید را در سی صفحه به خط خوب نوشت که در اندازه های مختلف در اروپا به چاپ رسید در بیرونی است و شما را میخواهد رفتم تا نشستم گفت خبر تازه چه دارید گفتم من در خواب بودم از جایی خبر ندارم گفت من خبر تازه مهم می دارم در حضرت عبدالعظیم شاه را تیر ام حیرت مرا گرفته گفتم زننده را میدانید گفت هنوز معلوم نیست گفتم باید میرزارزا باشد این میرزارزای کرمانی است غذای آسمانی و بلای ناگاهانی کار خود را کرد یقین کشته است گفت معلوم نیست همین قدر خبر رسید که شاه را با تیر زدن شما از کجا میدانید میرزا رزا زده گفتم من به همه گفتم که او اقدام به کار خطرناکی میکند و باز هم میگویم که باید کشته باشد اگر این قضای آسمانی نبود چگونه اینقدر من با اصرار حرف خیلی مهمی را بگویم و کسی نشنود باید کشته باشد و اگر نکشته خدا به فریاد مردم بیچاره برسد. پس برخواسته به پارک صدر اعظم رفتیم ببینیم چه خبر است. رسیدیم. محمد تقیخان با کالسکچی صدر اعظم حرف می زدم. کالسکچی رفت. پرسیدم چه شده؟ گفت شاه را تیر زدند. لکن صدر اعظم زنده است. او را به ارک رسانی دیگو یا خطر ندارد. گفتم صحیح مطلب را به ما بگو. ما مردم بازاری نیستیم و مخفی هم نمیماند. گفت بله شاه رفته به حضرت عبدالعظیم و در آنجا گفته من هم میخواهم مثل این زوار زیارتی کنم و نگذاشته که خدام به نحو سابق تمام زوار را بیرون کنند کمی آدم در گوشه و کنار بوده میرزارضا حاضر بوده فورا از جای خود برخواسته شش لولی برداشته در میان لوله کاغذ عریض مانند گذاشته در دست گرفت و خود را مثل ملتجی به زری شاه زیارت خوانده و فرموده سجاده بیاندازید نماز بخواند تا روی سجاده رفته میرزارزا کاغذ را در دست بلند کرده و رو به شاه گفته قربان این عریضه را بگیر و بخوان و بهداد این مردم بیچاری مظلوم برس شاه دست دراز می کند. عریزه را بگیرد. او تپانچه را آتش می کند. گلوله به قلب شاه وارد شده. گویا همینقدر توانسته که یک کلمه گفته صدر اعظم سوختم. و دو سه قدم رفته به زانو افتاده دود تپانچه در حرم پیچیده صدر اعظم و دیگران حاضر بودند ریخته شاه را برداشته به مسجد بالای سر روی قالیچه رو به قبل خواباندهاند فورا تسلیم روح کرده لاکن صدر اعظم به چابکی او را روی سینه گرفته و فورا امر کرده کالسکه حاضر کرده اند و مثل اینکه شاه زنده است با او سخنگویان به کالسکه گذاشته عرق بیدمش خواسته مثل اینکه به شاه میخوراند و هی میگفته بل قربان چشم مثل اینکه شاه امر میکند عموم مردم را اعتقاد این شده که شاه زنده است و صدر اعظم می‌گفت جزئی ای زخمی است قربان خطری ندارد مردم ریختند روی میرزا رزا و او به همان طور که از ذریح چسبیده بی این که حرکتی کند و یا این کار را اهمیت دهد یا تغییر حال دهد یا توسل به گریختن و غیره کند ایستاده بود و مردم یکی سیبیل او را کنده یکی ریش او را کنده یکی گوشش را به دندان پاره کرده مشت و سیلی میزدند و میخواستند او را بکشند صدر ازم نگذاشته امر کرده که مقید کرده نگاهش دارند تا تحقیقات به عمل آید و اگر رفقایی داشته معلوم شود معین تولیه به صدر گفت آقا حاجی سیاه به دوسط من تحقیقات کرده آمدن این و سوء قصد او را به شما نوشت کاغذ را نخواندید مکرر خواست شفاهن بگوید گوش ندادید الان افسوس چه فایده دارد صدر اعظم زیاد اظهار تأسف کرد و زیاد افسوس کرد لکن تیر غذا کار خود را کرده بود من از پارک به سوی خانه روانه شدم در بین راه دو نفر که یکی پلیس بود آمدن پلیس گفت صدر ازم شما رو در ارک خواسته با او رفتم تا خیابان در الماسیه وارد شدم یکی از ارک می آمد رسیده به گوش او چیزی گفت او آمده دست مرا بوسید عذر خواسته گفت الان در ارک دیگر صدر را نمی تواندید برگشتم مرگ شاه علنی شده شهر در هم و برهم سوار و قزاق در شهر گردش می کردم. ارکان دولت بودند که با کالسکه و درشکه به طرف دربار میتاختند. من نزدیک خانه رسیدم باز آمدند که شما را خواستند. چند نفر را اسم نوشتهاند که باید تحقیق شوند یکی من بودم. تا نظمی رفتم آمده گفتند حاجی برود و به کسی متعرض نشوید. کاغذی که حاجی قبلا نوشته صدر ازم با دیگران خوانده دانستند که کسی شریک کار میرزارزا نیست. به مردم متعرض نشوید پس از آن نصر و سلطنه سپه تون کابونی چند سال بعد را دیدم گفت بعد از آوردن نعش شاه از حضرت عبدالعظیم در حضور جمعی مشغول شدن به نوشتن اسم کسانی که با میرزارزا در قزوین محبوس بودند من گفتم حاجی سیاه به من گفت میرزا آمده او از قصد سوء خالی نیست اماد و دوله گفت به من هم گفته بود به شما برسانم مشیرالملک گفت به من هم اطلاع داد حاجی امین و به صدر اعظم گفت به من هم گفت و گفت به صدر اعظم نوشتم پس صدر اعظم کاغذ را از میان کاغذها از کیفش درآورده و چنان نشان داد که آن را تا نخوانده است خواند و آن کاغذ و گفتن ماها شما و دیگران را خلاص کرد به هر حال وقتی که من به خانه وارد شدم ایال و اطفال را در گریه و مصیبت دیده پرسیدم چه شده گفتند بعد از رفتن شما یکصد نفر سرباز آمده اتاقها را موم کردند روی بام و اطراف چاتمه گذاشتند و گفتگویی میکردند که بر ما یقین شد دیگر شما را نخواهیم دید ولی دو ساعت از شب گذشته رفتند پس به ایشان تسلی داده همه شکرها کردیم بعد معلوم شد که این کار به دستور نایب و سلطنه بوده است فردا صبح نواب حسن علی خان از سفارت انگلیس کسی فرستاده مرا احزار کرده گفت اجمالا بدانید این صدرعظم با ازم صدر خواهد شد و به شما نهایت مهربانی و محبت دارد به من سفارش کرده به شما بگویم آنچه دیشب واقع شده به خلاف رضای او و بیخبر از او بوده است و عذر می خواهد انصافا صدر در ماجرای قتل ناصر دین شاه حسن کفایتی ابراز کرد که عموم خلق تا حال از او تمجید می کنند. در وفات هر پادشاه تا جلوس پادشاه دیگر و بلکه بعد هم تا استقرار کار او آشوب ها و ناامنی میشد. شد. با تلگراف به حکام و عمرا و علماء بلاد دستورالعملها داد و در تهران و اطراف نظامات مقرر کرد که در هیچ نقطه انقلابی و راهزنی و اقتشاشی ظاهر نگشت مگر دو سه فقره جزئی در اطراف صحنه و کنگاواد که آن هم به فوریت رفع شد گویا هیچ پادشاه وفات نکرده است ترتیباتی که در تهران و در تمام ایران برای جشن سال پنجاهم سلطنت ناصرالدین شاه مرتب شده بود مبدل به عزای او گردید در جای پارچه های سرخ و الوان سیاه کشیده گردید در بسیاری از جاها مردم را مجبور کرده بودند که پارچه ها و شله های سرخ را برداشته پارچه های سیاه خریده به جای آنها کشیدند کسانی که از اطراف برای حضور در سور و سرور و آتشبازی طول عمر شاه حاضر شده بودند تماشای حمله نعش و مجالس ترهیم و تعذیه و روزخانی و سوگواری نمودند کسانی که از وجود شاه غرق تنعم و غلبه بر مردم بوده صدها سال شاه را باز زنده میخواستند تا کاملا استیفای شهوت از جاه و مال و عیش و راحت و قارت کنند غرق ماتم شده ترسیدند که این مایه عیش و کامرانی ایشان از دست رفته باشد کسانی که از فشار تعدیات و بیلطفی شاه و مقربان درگاه در تنگی بودند نفسی به راحت کشیدند آنها را که در مجالس و اجتماعات سوگواری میدیدی بعضی باطنا شاد و خرم و بعضی اندوهناک و در هم بودند یکی به حقیقت طلب رحمت میکرد دیگری باطنن لعنت می نمود. نایب السلطن کامران میرزا که هر جزئی بهانه را دستاویز اذیت مردم و دخل خود و کسان خود می کرد به واسطه اینکه سوء مزاجی از مزفر شاه نسبت به خود می دانست در خوف بود که بعد از ورود او گرفتار اعمال خود شود نتوانست مردم را دنبال کند. میرزا را با سیویل کنده و ریچ رفته و گوش با دندان بریده و سر و صورت خونالود به تهران آورده مجلس استنتاقی از مردمان منصف فراهم کردند و از قراری که برای من حکایت کردند هر قبیل سوالات از اون نمودند که کجا بوده و با کی آمده چه وقت آمده شریک کار و محرک داشته یا نداشته چرا این کار را کرده از او جوابی جز این که کسی مرا تحریک نکرده شریکی در کار ندارم سبب قتل او مظلومیت عموم ایرانیان و ستمهایی که به خودم از خودش و پسرش بی جهت شده می باشد مکرر میگفت گفت کشتم برای اینکه مردم را آسوده کنم و هیچ قرضی جزی نداشتم تنها از اسلامبول آمده و تنها بودم و ششلول را خود امتحان ها کرده حاضر برای این کار کردم سوالاتی می مذهب تو چیست؟ می گفت اسلام گاهی نسبت بابیگری دادن اظهار براعت کرد گاه گفتند سی جمال تو را فرستاده برای این کار انکار کرد بسیار سوالات بیجا را جواب نگفت و ابدا باکی از اذیت و قتل نداشت میگفتند تو رو میکشم تبسم کرده میگفت پس من که او را کشتم و آنجا ایستادم نمیدانستم مرا میکشند یک نفر پرسیده بود شاه را چرا کشتی گفته بود برای آسایش مردم جواب داده بود تو مگر بعد از او انوشیروان را برای سلطنت حاضر کرده بودی یک نفر رفت باقی همانند برای مردم چه آسایشی میشود شود؟ مکرر گفته بود از تمام این مردم که سوالهای بیجا و ایرادهای غلط از من می کردند تنها در میان این مردم حرف صحیحی که شنیدم این بود و الا در مظلومیت عموم ملت ایران با من شریکند من در بیغیرتی با ایشان شریک نبودم میبایست همه با من در رفع ظلم او و سایر ظالمان شریک شوند لکن مردم چنان عادت به مظلومیت کردهاند که تصور نمی کنند ظلم چیزی است که آن را رفع میتوان کرد من اگرچه با کشتن این شاه رفع ظلم را نکردم لکن به مردم فهمانیدم شاه هم مثل این مردم یک نفر بشر است و ممکن است یک رعیت مردم را از شر او خلاص کند و مردم بفهمند اصل و منشأ ظلم را وقتی میتوان قطع کرد فروعات را بهتر میتوان برید میرزا را به سواران بختیاری سپرده بودند و ایشان با او حسب الامر بسیار خوش رفتاری کرده اذیت ننمودند و در اکل و شرب مراعات میکردند بعضی مردم گفتند چون او شارا کشته به یک ملاحظه انتقام قتل پدر حاجی علی قلی بختیاری شده و او سپرده است که با او خوش کنند صدر ازم این را شنیده بود گفته بود من سپردم او را سلامت حفظ کنند تا استنتاق شود و ولیعت وارد شده جلوس نماید و هر حکم کند مجری گردد. بعضی از بیرحمان اطرافیان ناصر شاه خیلی آزرده بودند از اینکه چرا به واسطه ی قتل او سرهای بسیار بریده نشده، خانه ویران نگردیده و بعضی می گفتن اگر چند سیخ به آتش گذاشته میرزا را داغ کنند اسم اشخاصی را خواهد گفت که سر بریده شوند بعضی میگفتند چون قتل شاه به صفحه صدر اعظم شده نمیخواهد مردم را دنبال کند بهرام خان خاجه را دیدم که میگفت او را به من بدهند من با سیخ سرخ شده اقرار میگیرم که اقل چهار نفر دیگر هم برای قصاص ناصر الدین شاه کشته شوند انصاف نیست در عوض شاه یک نفر میرزارزای دلال کشته شود گفتم اگر او تاب آتش نیاورده اسم چند نفر بیگناه را فرزن از دشمنان خودش گفت آنها را که سر می برد؟ گفت خودم من استبعاد کردم تعجب نموده گفت گویا این شخص در تهران نبوده و از پرتو شاه فیض نبرده یک نفر که گویا متمایل به مذهب بهایی بود گفت البته میرزارزا قابل کشتن شاه نبود لاکن دست غیب به دست او انتقام کشید همین چند روزه میرزا ورقا که از دایان بهایی بود با پسر چهارده سالش به تهمت بهایی بودن علا ادوله حاکم خمسه از زنجان فرستاده بود حکم کرد پسرش را اول در حضور پدر سر بریدند بعد خود ورقا را کشت یکی از نوکران منصف شاه گفت انتقام کار نایب و سلطنی بی انصاف است پسران نامدار خان به قصد استخلاص پدرشان می آمدند که در حضرت عبدالعظیم بستی شوند. آقا خان گماشته نایب و سلطنه در ساوه جلو آنها را گرفته. اسبشان را با تیر زده خودشان را گرفت. اسمشان را یاقی گذاشتند آوردند نایب و سلطنه حکم کرد. آن بیچاره ها را در انبار حبس کردند و نامدار خان را کشتند. از این قبیل کشتار و حبس و ظلم بسیار شمرد مردم در انتظار ورود شاه جدید بودند و هر روز تلگراف می رسید که چگونه حرکت کرد و کجا رسید و کی وارد می شود. مردم هم امید می و خیالاتی در سرها بود. خاطرات سیاه بخش چهل اجمالی از وضع سلطنت ناصر دین شاه آنچه در زیر دیده می شود مختصری است از وضع اجتماعی مردم در دوره طویل سلطنت این پادشاه از آنها که خود دیده ام و یا شنیده ام با اینکه من در تهران از موقعیت و احترام خاصی برخوردار بودم و شاه لطفی نسبت به من داشت ولی نمی توانستم ببینم هموطنانم در زیر چنگال های معدودی دست و پا میزنند و به واسطه ی عدم وجود قوانین و یا اجرا نشدن صحیح قانون شرع که ادعا می کنند پیرو آنند هیچ کس نمی تواند جرأت تزلم و دادخواهی داشته و خود را از ستم ایمن گرداند بدین جهت نتوانستم مانند دیگران چابلوسی نموده و به نوایی برسم بلکه تا آنجا که مقدورم بود در محافل مختلف از وجود قوانین در ممالک فرنگ و رفاه مردم و آن ممالک به سبب اجرای صحیح قوانین خودشان صحبت کرده و ترقی آنها را گوش زد می نمودم. به هر کس که میدانستم وجود او برای بیدار کردن مردم به خواب رفته ای ایران مؤثر است کمک نمودم کما اینکه من هم از کسانی بودم که آقا سید جمال الدین را برای اولین بار به ایران دعوت کردم. هرچند که سید با بیپروایی و شجاعت خاص خود نمی توانست با ملایمت حرف بزند ولی وجود او برای روشن کردن ذهن مردم قنیمت بزرگی بود و همچنین توضیع روزنامه قانون که به من می رسید و کارهای دیگر که شرح آنها گذشت و خوشحالم که عدل امکان وظیفه خود را انجام داده هم. ناصر الدین شاه در سن 17 سالگی در سنه 1264 هجری قمری برابر با 1226 شمسی به تخت سلطنت جلوس کرده و قتل او به دست میرزارزای کرمانی در زیقعده سنه 1313 قمری برابر با اردی بهشت 1275 شمسی واقع شده پنجاه سال به کامرانی مشغول بود. پیش از جلوس او به واسطه اینکه پدرش محمد شاه مبتلا به مرض نقرس بود و غالبا مریض و از کارها بیخبر و امور تفویز شده بود به حاجی میرزا آقاسی ترک بیخبر از امور دولتی که جز طلبگی در مدرسه و داخل شدن به زیگ دراویش و اهل خیال و حال چیزی نمیدانست امور مملکت مختل شده بود و در اوایل سلطنت او در داخل بعضی شورش ها و مخالفت ها روی داد که بزرگترین آنها یاقیگری سالار معروف در خراسان بود و طلوع طایفه بابیه و اقتشاش ایشان در اطراف مملکت از قبیل تبریز و اصفهان و خراسان و مازندران و قزوین و زنجان و سایر جاها که فتنه ایشان بالا گرفته بود. اما در خصوص خارجه از زمان فتحعلی که نه تنها ایران بلکه تمام شرقیان از شروع ترقی و تمدن و جهانگیری و حرس عالمگیر اروپاییان بلکلی قافل و از ترتیبات عالمگیری که اختراع شده و از نفوذ تجارتی و رفت و آمد سفرا و کنسولها و فریب و اظهار دوستی و حیله و نفوذهای معنوی بالکلیه بیخبر بودند و به حسب عادت به ترتیب قدیم به واسطه سادلوهی و مردانگی خود عهد دروغی و فریب حرف و اظهار دوستی بلا حقیقت و بیوفایی و حقوق شکنی را نمی دانستند کم کم بعد از رفتن قفقاز به تصرف روس با اظهارات دوستانه و معاهدات آدم فریبانه و تهدید بی اصل و تطمیع بی محل نفوذ روس از طرفی و نفوذ انگلیس از طرف دیگر در ایران بی صاحب شروع شده با حیله و فریب هر روز از قوه علمی و لشکری و صنعتی و تجارتی و ثروتی ایران میکاستند و این سلاطین و درباریان ایشان تا عواست عهد ناصر الدین شاه هم ابدا ملتفت نبودند که کم کم بنیاد ایران را تزلزل آرز شده و این مملکت رو به انهدام می رود بلکه مشغول بودند به اجرای شهوات نفسانیه و حفظ جلال و صورت سلطنت و اقتدار به جمله این باب پلیتیک خارجه که ایران پلیتیک نمیدانست و نداشت و الان هم ندارد شرح دیگری می خواهد. این پادشاهان خداوند به مدد اقبالی که قدر آن را ندانست به ادبار کشانید یک نفر مرد بزرگ عاقل کافی خیرخواه میرزا تقیخان امیرکبیر را به او پیشکار و وزیر داده بود که اگر او را مجال میدادند شروع خود را به اتمام برساند یکی از بزرگترین رجال عالم از امثال بیسمارک شمرده میشد این مرد بزرگ را هوشی و عقلی و ثباتی و استقامتی و عزمی و نظم و ادالتی و ترقی خواهی و وطن دوستی و ملت پرستی و حسن خدمت به سلطنت و مملکت بوده که اگر شروع او را میگذاشتند خود دنبال می کرد یا بعد از او کسی بود که دنبال کار او را بگیرد ایران یکی از ممالک متمدنه و مترقیه عالم میشد لاکن بدبختی ایران بود که آن مرد بزرگ پس از اینکه در اندک زمان با حسن تدبیر و کفایت اختشاشات را رفع و مملکت را امن و سلطنت را مستقر گردانید بسیاری از بدعتها و تعدیات را برداشت اساس ترقی مملکت و بنیان علم و تعلیم و فرستادن شاگرد به اروپا و تأسیس دارالفنون را گذاشت حسد حاسدین و بغض جاهلین زمیمه نادانی و حق ناشناسی شد و از قراری که محقق گردیده چون مداخل ناروای بعضی ها را قطع نمود و حقوق های اضافی را کاست و در مقابل مطامع بیگانگان ایستادگی کامل نمود بعضی بدگویی ها در حق او کرده بودند که خیال سلطنت دارد و نفوذ او در مملکت از شاه بیشتر است با اینکه خواهر شاه عزت و دوله زن و او بوده و ابدا خیال بدخدمتی در او نبود میرزه آقاخان نوری و مادر شاه مخصوصاً سبب قتل آن مرحوم میشوند مادر شاه را چون از قراری که شهرت یافته بود بسیار فضیحت بارآورده امیر این را برای سلطنت نقص دانسته به ایما و اشاره به شاه میفهماند که ارتکاب چنین اعمال از مادر پادشاه سبب رفتن عظمت سلطنت است پس مادر شاه جدا کمر به دشمنی امیر بسته اسباب تبعید و قتل او را فراهم می کند عجب در اینجاست کسانی که بیش از همه در تبعید و قتل امیر اصرار داشتند میرزا آقاخان و حاجی علی خان بودند که محمدشاه آنها را تبعید کرده بود میرزا آقاخان در کاشان و حاجی علی خان به سفر مکه رفته و برگشته بودند و بعد از جلوس ناصر الدین شاه امیر اینها را خلاص کرده و به توسط او کار و شغل به اینها داده شد و بسیار مهربانی و خوبی مخصوصا به این دو نفر می نماید. این دو نفر در عوض منتظر قتل امیر بودند پس از اینکه امیر را تبعید می کنند به کارشان در سرچشمه فین در باغ شاه کرده بودند بیرون نرود و کسی هم داخل باغ نشود و مستحفظ داشت او هم با عزت و دوله در همان باغ بودند و حمامی متصل باغ بود که دری به باغ داشت و دری به بیرون میرزا آقاخان که صدر اعظم شده بود از بدفطرتی که داشت راحت نبود که به اندک وقت کارهای غلط و بیکفایتی او سبب شود معزولش کرده امیر را بیاورند پس کمال جهد را کرد تا به کمک مادر شاه از شاه حکم قتل امیر کبیر را گرفت و حکم را داد به همان رفیق خودش حاجی علی خان که این هر دو غرق احسان امیر شده بودند حاجی علی خان چاپاری به کاشان رفته یک کاغذ هیله که از طرف شاه برای احضار امیر به تهران نوشته شده بود میفرستد نزد امیر و میگوید به همام تشریف ببرید تا خلعت شاه را پوشیده به طرف تهران حرکت کنید و چون میدانسته عزت الدوله خواهر شاه حتی در حمام هم امیر را تنها نمیگذارد و در سر حمام مینشیند لذا با دست خط به حمام آمده و همانجا مینشیند و عزت الدوله و ناچار با امیر به حمام نمیرود امیر به عزت الدوله میگوید من باور ندارم لاکن به همام می روم. ها را رو مطابق کرده می گوید اگر برگشتن از حمام بیشتر از پانزده دقیقه طول کشید به سراغ من بیا و بدان خطری هست. امیر به حمام می روید. به حکم حاجی علی خان از طرف حمام پشت دری که به باغ بود سنگ گذاشته محکم می بندن. امیر لغ شده و لنگ بسته منتظر بوده که حاجی علی خان وارد شده دستخط دیگر شاه را نشان می دهد که او مأمور قتل امیر است به هر نه قتلی که خود امیر اختیار کند امیر یک سیلی به آن خبیس زده می گوید تلافی محبت من این خدمت بود حاجی علی خان از لنگ امیر گرفته میکشد امیر از شرم کشف عورت می نشیند و میگوید گوید بیا آنچه معموری بکن میگوید به هر نفع که بفرمایید امیر هر دو دست دراز کرده میفرماید رگ از هر دو دست بزنید به هر دو دست نیشتر میزنند خون سیلان کرده تا بالکلی زعف آرز شده افتاده بود حاجی علی خان دستمال به گلویش تپانده تمامش می کند و خود فورا به چاپاری آزمه تهران شده می سپارد که به عزت و دوله بگویند امیر خلعت پوشیده روانه تهران شد عزت و دوله می بیند موعد گذشت و خبر از امیر نرسید. مضطرب شده می آید به در همم می بیند از تو بسته است. از باغ بیرون شده از نگهبان می پرسد می گویند امیر به چاپاری آزم تهران شد. عزت و دوله هم به گمان این که او را به تهران بردند مبادا صدمه بزنند فورا حرکت می کند. از هر جا و هر منزل که می پرسید به تعلیم حاجی علی خان می گویند امیر به طرف تهران رفت. به همین ترتیب تا میرسد به حضرت عبدالعظیم در آنجا میبیند مردم به حاجی علی خان لعنت میکنند که مثل امیر شخصی را کشت و در حقیقت ایران را کشت بعد از آن مرحوم تا الان ایران روی بهبودی ندیده و مردی روی کار نیامده و اگر از کسی امید نجات ایران میرفت فورا او را از کار انداختهاند طریقه ناصر الدین شاه بر این بود که اصلا کسی را در ایران زنده نگذارد که مردم امیدواری به وجود او داشته باشند و در کارها ارازل و بی سر و پایان را دخالت دهد که مطیع محض و آلت اجرای مقاصد او باشند. من هنوز به سفر خارجه نرفته بودم که به آن حمام رفتم و هنوز خراب نشده بود دیواری را نشان دادم که امیر عطابک مرحوم دست خونین به آن زده و خون مثل پنجه جا گرفته بود پس از عود از سیاحت خارجی از کاشان عبور کرده به چشمه فین رفتم آن حمام خراب گردیده بود وقتی با مرحوم اعتزاد و سلطنه صحبت می داشتم در اینکه شاهزاده فیروز میرزا فرمان فرما در همدان هشتاد هزار تومان سکه قلب زده و پول ایران را مخشوش کرده بود من گفتم در بلاد خارجه و در حکم اسلام قلب زنی از تقصیرات بزرگ است و مجازات سخت دارد در خصوص او چه حکم خواهد شد گفت الان مجازات تقصیرات در ایران جز دادن پول و رشوه نیست چه به حکام شرع چه به عرف اما امیر که مرحوم ابدا کسی را به گرفتن پول جری نمی کرد. در سفر اصفهان چنان منظم بود که در کنار راه ها زراعت مردم سالم مانده یک دانه هندوانه از جالیز کسی یک نفر سپاهی نتوانست ببرد. یک اسب در بستان کسی پیدا شد، اسب را گرفتند، صاحب اسب از خوف معاخزه امیر پیدا نشد و کسی نگفت اسب مال من است. امیر آن را به صاحب بستان داد چنان متوجه نکات بود که در اسفهان روزی در چهل ستون او را زیاد برافروخت دیدم گمان کردم خبر بدی از سرحد رسیده به ناگاه گفت صادق رنگامیز و محمد پز را آوردند عرض کردند بله حاضرند وقتی ایشان را آوردند پرسید مگر اعلان نشده بود که دولت مایه آبل کوبی به اصفهان فرستاده و امر کرده مردم به اولاد خود آبل کوبی کنند شما چرا نکردید تا از هر یک تفلی به آبل تلف شده گفتند سواد نداشتیم اعلان را بخوانیم گفت جار هم زدند در معابر هم گفتند البته تقصیر کردید پس حکم کرد ایشان را چوب بزنند من توسط کردم چون اصرار کردم فرمود چون شاهزاده شفاعت کرد از هر یک پنج تومان گرفته مرخص کنید و پول را در صندوق خاص خرج مریضان بگذارید و چون آنها این پول را نداشتند امیر دستور داد که از کیسه خودش این پول را به صندوق بدهند تا قانون اجرا شده باشد بعد گفتم این مطلبی نبود که اینقدر شما را مشتعل کرده باشد فرمود شاهزاده تعجب دارم که شما شنیدید دو نفر از ابناع وطن شما بی جهت تلف شده اند و به شما تأثیر نکرد. من بسیار شرمنده شدم. واقعا بدبختی بزرگ ایران قتل او بود. پس از قتل آن مرحوم امور مملکت بازیچه هواپرستان گردیده بلکلی نظر اطرافیان سلطنت بر اقفال ناصر دین شاه بود و دسته ها با یکدیگر رقابت در تقرب و جا و داشتن نفوذ و منحصر کردن قارتگری و جمع مال و منال به خود داشتند. کم کم نفوز دولت این روس و انگلیس و کشمکش ایشان در اقفال این مملکت بیچاره و سلب قوای باطنی آن شدت پیدا می کند بالاخره دخالت غیر مستقیم و مستقیم در رساندن کسان به صدارت و مقامات و حکومتان موده بزرگان ایران را طرفدار منافع خود در ایران ساخته و این نادانان را به اقدام بر ضرر ایران وامی داشتند و اینان هم مقصودی جز عیاشی و زیاد کردن مال و لخت کردن رؤایا و تسلط و تفوق خودشان ندارند امنیت ظاهری ایران بلکلی شاه و درباریان و حکام و عالم نمایان را از خیال خطر مملکت و تدبیر آینده و تکمیل قشون و اسلحه و علوم و صنایع و لوازم زندگی منصرف کرده تمام همت ایشان بر اجرای ظلم و استبداد و جمع املاک و اموال و اسباب عیاشی و جلال صرف شده اولا هرس و رقابت قریبی در علما و روحانیون و عمرا و اعیان و رؤسای ایلات و بالاخره در تجار و صاحبان ثروت برای بیرون آوردن زمین و املاک و مزارع و مستقلات از کف کارکنان و زارع این پیدا گردیده حکام در هر ولایت به وسایلی مردم ایران را قارت کرده خزانه نقود فراهم می کردند. هر ملک خوب که در دست کسی در آن ولایت میدیدند به هر وسیله و اجبار و حبس و زنجیر و کتک آن را به خریدن ارزان یا خریدن جزئی و قصب باقی یا قباله کردن به وسایلی تملک نموده در یک سال و دو سال حاکم ولایتی صاحب چندین قریه در آن ولایت گردیده قباله های آنها را با خزاین فرش و سایر هدایا و پولها به تهران حمل می کردند الان در اکثر ولایات ایران هر کس حکومتی کرده مالک املاک بسیار شده و صاحب منصبان ولایت هم اقتدا به حکام نموده با قصب و اجبار بر خرید وسائلی که همه می دانند و ذکر آن طول دارد قسمتی را مالک می شدند علماء ازام که از مقر تحصیل مثل نجف و کربلا با یک عبا و عصا عود کرده و مایه تقوا و مسجد و منبر را برای جلب اموال به خرج میگذاشتند همینکه نقوطی که به عنوان فقر گرفته بودند سنگینی در خزانه میکرد به خرید املاک با تهدید و اجبار و حیله و اعمال نفوذ و اقتدار پرداخته قسمت بزرگ دیگری هم به تملک ایشان درآمد تجار هم این نعمت بیزحمت را در ملاکی دیدن کدام نعمت بی زحمت؟ هزاران نفوس تمام عمر را شب و روز از هزاران اسیر و بنده زر خرید بهتر کار کرده هرچه به دست آورده بر طبق العبد و ما فی یده لمولا ملک تلق ملاکین دانسته به قدر قوت لایموت اگر برای بندگان میگذاشتن تفضل بود آنها که میبایست پول ایشان در تجارت مملکت و ترویج متاع وطن و ترویج مصنوعات ایران صرف شود آنان هم با فریب دادن مالکان دهات اطراف به دادن مال و تجاره به چند مقابل و رفتن فرعها به سند بیع شرطها بیچار دهاقین را مستاصل مینمودند و مالک املاک میشدند آبادی مملکت با زراعت و صناعت و تجارت است و اینها با عدالت عدالت از میان رفت و زارع دید تمام فایده کار و زحمت و آبادی او برای خودش هیچ فایده ندارد اکتفا کرد به کاری که به قدر قوت لایموت برای او اگر مالک بگذارد و الا مزتر شده مزرعه را بایر گذاشته پناه به ملک دیگری که امید رفاهیت داشت می یا به خارجه می گریخت کم کم زراعت و فلاحت بر حال فلاکت افتاده و سکنه ایدهات قطعا روی هم رفته از نصف کمتر شد. اما صناعت در چنین اصری که به واسطه کارخانجات اروپا و سهولت حمل و نقل به واسطه راهان و غیره محصولات به طریق آسان و ارزان وارد می شود، اهل ایران رو کردن به خرید متاع خارجه و به تدریج هر صنعت که در خود ایران بود بر افتاد و اهلی از شاه و بزرگان و علما و تجار که خون مردم را می‌خوردند در این صدد بر نیامدند که یا مثل خارج کارخانه دایر کنند یا کاری کنند که صنعت قدیم ایران بر افتد و کرورها مردمی که از صنایع معاش میکردند کردند عملی خارج نشوند اگر کسانی هم به خیال دایر کردن کارخانه ساختن راه می افتادند سیاست شمال و جنوب به دست دولت ایران مانع می شد. اما تجارت هر پولدار خود را داخل ملاکین کرد و برای خود رعایا و اوسرا خریده خود را آسوده از زحمت سفر و خرید و فروش و حساب و دکان کرده و هر کس هم اسم تجارت را بر خود گذارد جز از این ندانست که متاع خارجه را در داخلی مملکت غلط انداز رواج داده یکی بر صد گران فروخته ثروت و نفوذ مملکت را حمل به خارجه نماید تجارت هم شد دلالی خارجه نه ترویج متاع وطن در مملکت عدلیه و محل معین برای رجوع مظلومین و متظلمین نبود و کسی هم در این صدد نبود که رفع ظلمی نماید بلکه تنها اسم قانون شریعت بود که ابدا اجرا نمیشد به طوری که در تمام مملکت یک نفر جانی و مقصر به طبق قانون شرع مجازات نمیشد و از طرفی به اسم مجازات هزاران نه شکنجه بر میل ظالم بر مظلوم جاری میشد و احقاق حق ابدا نبود فقط عده از مله ها می بایست رسیدگی به تظلمات کرده و احکام صادر فرمایند و حکام و فراشان و داروغگان و عمرا و ملاکان و پاکار خدا اجرا دارند مجریان شریک دخل حاکمان شدند حاکمان آلت اجرای مقاصد مجریان گردیدند اداره قضاوت و حکم مرکز دخل بعضی علما و اتباع و بستگان ایشان و دستجات شهود و وکلا گردیده احکام را پول صادر کرد و اجراع آن با بستگان دولت بود با ایشان شریک گردیده به موافقت یکدیگر حق را نابود و باطل را مجری نمودند ناسخ و منسوخ رواج گرفت و یک قضیه سالها مایه دخل حکام به کمک بعضی علما گردید در زمان ناصر شاه اگرچه تأسیس نشد لکن رواج در زمان او شد که هر یک از سادات و های قوی است جمعی را به دور خود گرد آورده بالاخره با دستجات قلچماق به اسم طلبه و سادات در مملکت به اجراع مقاصد پرداختند و به حقیقت ملوک و توایف از حد شماره افزون گشت هر رئیس ایل نسبت به اتباع خود هر امیر و صاحب منصب نسبت به زیردستان هر عالم معروف نسبت به عوام هر مالک ملک یا املاک نسبت به رؤایا و زیر دستان، هر کت خدا نسبت به سایرین، پادشاه مستقل و مستبد، فرمان رواب به جان و آبرو و مال مردم گردیده، ملوک درجات پیدا کرده بلکه به حقیقت مقام ربوبیت عقص کردند. نهایت اینکه یک نفر ملک موت واقع گردیده باقی خراجی به او داده مطلق به جان زیر دستان افتادن عجبا اسم شریعت و اعمال بالکلیه به طرف نقیز شریعت جریان یافت واقعا سبب حرکت من از ایران دیدن این ناملایمات و ظلم های بیحساب فوق طاقت انسان بلکه هر حیوان بود که امثال من بدبخت رؤایای فقیر بیچاره نادان ایران دوچار آن بودند که انسان هیچ یک از آنها را به هیچ لا مذهب و فاسق و بدکار روانه می دارد. شاید کسی تصور کند که این خیلی کار است که یک نفر وطن و اقوام خود را ترک کند تا این تعدیات را که به دیگران می شود نبیند. خیر خیر اگر در خارج ایران در ملک قفقاز و هندوستان و ملک عثمانی و عربستان و اکثر نقاط دنیا این ایرانیان بیچاره و آواره را کسی ببیند که دچار چه مزلت ها هستند و تحمل کرده از فراغ وطن و خیشان سوخته باز رو به وطن نمی کنند و از ایشان بپرسد که چرا به این درجه از وطن سیر شده اید؟ یکی میگوید از دست فلان آخوند و یکی میگوید از دست فلان سید یا توبچی یا سرباز یا فراش باشی یا داروغه یا حاکم یا امیر یا مالک ده یا کت خدا یا پاکار فراری شده ام که به هیچ چیز من ابقا نکرده و اگر بروم ایمن نیستم با همه اینها این مشت گوسفند بیشبان در ممالک خارجه هم چه بلاها از قنصول ها و معمورین و نواب ایران می کشن. انسان نه طاقت گفتن و نه یارای شنیدن دارد در هیچ مملکتی به این درجه ذلت و نکبت دامنگیر اهالی نیست در هیچ مملکتی یک قسمت مردم به این درجه آزاد مطلق و فعال مایشا و یک قسمت به این درجه محبوس مطلق و بنده و اسیر نیستند. ابدا هیچ پادشاه بزرگ روس و آلمان و انگلیس و دول بزرگ عالم و یا کشیش و روحانی هیچ مملکت به قدر شاه و وزیر و امیر و فراشباشی و داروغه و کت و سید و ملا و درویش و روزخان و چابش و و در ایران آزاد از هر تکلیف و مختار در هر کار و ایمن از هر معاخزه و مجازات نیست و هیچ بنده و اسیر مثل رعیت ایران در قید فقر و نکبت و ذلت و اسارت نیست این علما یک شمشیر تکفیر و یک تیر تفسیق و تلعین دارند که از هر کسی که مرادشان بر نیاید یا دلشان بخواهد مال و جان و آبروی او را تلف می کنند حلال و حرام و بهشت و جهنم و پاکی و ناپاکی و مرهومی و ملعونی بسته به لب و قلم ایشان است خود را مالک دنیا و آخرت و شاه و وزیر و امیر و حاکم را مأمور اجراع دلخواه خود می دانند و دلخواب به حدی قناعت ندارند دیوانیان از اعیان دولت و حکام و بستگان و نوکران ایشان الی آخر خود را مالک جان و آبرو و مال مردم می دانند. از بدبختی زعفا و بیکسان بهانی به دست ملاها و شاه و دیوانیان افتاد که میرزا علی محمد باب و اتباع او که فتنه در مملکت راه انداختند بهانه قتل و قارت و حد که آبرو و خانه خرابی های مردم برای شاه و درباریان و حکام شدند. در نیاوران از اتباع باب تیری به شاه زدند. رانش زخمی شد. بعد از آن هر کسا که گفتند بابی است دچار هزاران خسارت و حتی قتل گردید. بسیار ملاها از کسانی که توقع داشتند بر نیامد بدون حراس بیچاره را به تهمت بابی بودن نابود کردند. بسیاری یکدیگر را به واسطه حسد به این تهمت از انزار انداختند از کت خدا و کلانتر و فراش هر کس هر بیچاره را خواست لخت کند گفت فلان قدر بده یا تو بابی هستی و گرفت شاه اگر خواست کسی یا دودمانی را نابود کند این اسم را به سر آنها گذاشت حکام در ولایت به این وسیله دخل ها کردند و آدم ها کشتند و خانواده ها برچیدند تهمت بس بود، تحقیق و استنتاق و شاهد و دلیل در کار نبود. اجمالا مدار به نام میرزا علی محمد بود، اگر کسی سب می کرد خلاص می شد. بسیاری شاید بابی بودند، از خوف جان سب می نمودند و بسیاری شاید بابی نبودند، کشته می شدند. یکی گفت: بلاجهت لاجحت سیدی را چرا سب کنم و نمیدانم او چیست و کیست. یحیی خان پسر سلیمان خان رو که از مقربان شاهود حکایت میکنند که تنش را سوراخ سوراخ نموده شمع افروخته با آن سوراخان نصب کرده و در بازار و محلات تهران به آن حال گردانیده به قتلگاهش رسانیده آن وقت تکلیف سبش سب کردند او در جواب این شعر را خواند یک دست جام باده و یک دست زلف یار رقصی چنین میانه میدان مارزوست ای کاش پرده برفتد از روی ماه من تا جمله خلق محو شوند از جمال دوست پس او را کشتند